خدمت همه شما بینندگان ارجمند و با سپاس مخصوص از افرادی که سوالات مهمی رو مطرح کردند، با توجه به تقدم ترتیب دریافت سوالات و مطالب و در این حال با توجه به اهمیت مطالب، من اولویت پاسخ رو در درجه اول به سخنان آقای امجدی میدم و بعد به خانم حقیقی. خانم حقیقی درباره علت این که قرآن حکم کرده که زنها باید تمکین کنند خواسته های مردها رو، این کجاش عدالته و اینکه زن و مرد ترکیبی هستند از یکدیگر و تشکل اونها مولود این ترکیب و ترتیب هست، اگر چنین است چرا زن وظیفه تمکین از مرد رو داره و باید از مرد اطاعت بکنه، به طوری که گفته میشه که اگر زن از مرد اطاعت نکرد بایستی که اول به او تذکر داد و اگر تذکر اثر نکرد اونقدر او رو کتک زد و تنبیه بدنی کرد تا بالاخره زن به خودش بیاد و در واقع تسلیم بشه و تمکین کنه. اگر زن حرف ناشنوی کرد و تمکین نکرد، با کتک و ضربه او رو باید وادار کرد به تمکین. حالا خانم حقیقی ادب به خرج دادن، به این ترتیب سوال نکردن، ولی توی ذهنشون یک همچین مسائلی دور میزنه و راجع به همه هم همینطور فکر میکنه. اکثری کسانی که با قرآن و اسلام فکر میکنند که آشنا هستند چنین استنباطی دارند. البته این استنباط خود به خود به وجود نمیاد، یک استنباط طبیعی نیست، این یک حالتی است که در ما تلقین و تزریق شده و در ما یک جور خاصیت باور اعتیادی ایجاد کرده که در موردش توضیح مختصری تقدیم خواهم کرد. البته ما در این موارد ساعتها و ساعتها صحبت کردیم، ولی دسترسی به اون منابع، چون ما به علت ضعف مالی از یک مدیریت تنظیم اسناد برخوردار نبودیم که از نظر موضوعی بشه اینها رو پیدا کرد. همه روی یوتیوب هست، نزدیک به 2800-2700 ساعت برنامه ویدیویی ما داریم. همه اینها رو هم گفتیم، ولی خب دو مرتبه تکرارش بکنیم کمتر وقت میگیره تا حواله بدیم بیننده رو بر اون مطالب رو ببینه. در باره سوال خانم حقیقی، بعد از آقای جناب جواد امجدی توضیح خواهم داد. صحبت آقای امجدی صحبت یک آدم نیست، یک نفر راجع به یک موضوع نظر داشته باشه. نه، ایشان معرف نظریه شاید میلیون ها آدم باشن. این است که اهمیت سوال برای این است که این سوال یک نفر، دو نفر، هزار نفر نیست، این یک سوال جهانی است، یک سوال برای ایرانی ها حداقل سوال 10 میلیون 20 میلیون آدمه که به نقش قرآن اشاره میکنند در بدبختی مردم، که این قرآن است که مردم رو به این روز انداخته و کارشناسان قرآن که هر کدوم 30 سال 40 سال
در حجره ها نشستند و قرآن خواندند و کلمه به کلمه قرآن رو می دانند و می خوانند و معنی می کنند و عربی بلدند و فارسی بلدند، از این قرآن در جامعه چنین شرایطی به وجود آوردند. و الان شما، یعنی من، می خواهید چه چیزی رو ثابت بکنید؟ چه کاری است که اینها نکردند و شما می خواهید اون کارها رو بکنید؟ چه روشنگری اینها نکردند که شما می خواهید بکنید؟ در مقابل چندین هزار متخصص قرآن که کاربرد تخصصی اونها از قرآن و مقابله تخصصی اونها با قرآن، این جمهوری اسلامی است که الان در ایران داره حکومت میکنه. شما چی میگید؟ از من آقای امجدی یه همچین سوالی میکنند. در مطلبی که مرقوم فرمودند می نویسند که با احترام به شخص شما که یک تن هستید در برابر هزاران روحانی دیگر که همه زندگیشان تحصیل در آموزش و تفسیر قرآن است، مثلا شغلشون همینه، اکنون پندار، گفتار و کردارشان رو نگاه بکنید که اینا بازتابی است از همان قرآنی که مطالعه کردند و فهمیدند و هر روز ما تجربه میکنیم. کاربرد قرآن رو به وسیله قرآن شناس ها، شاید که این موضوعی که دو مرتبه بالا آوردند و رو قرار دادن آقای امجدی، موضوعی باشه که هم ایشان هم من هم دیگران شاید روزها در موردش باید صحبت بکنیم و اگر که ایشان موافق باشند همین کار رو خواهیم کرد، چون این خیلی موضوع مهمیه و این موضوع فقط عقیده ایشان نیست. متاسفانه جامعه ملی و وطن دوست ایرانی و همینطور افغانی و بقیه روشنفکرهای کشورهای دیگه‌ای که با روحانیت دینی طرف هستند، همین عقیده ایشان رو دارند و اینها معتقد هستند که دین خودش رو نشان داده. در حکومت آقای خمینی اسلام واقعی خودش رو نشان داده و گروهی معتقدند که آقای خمینی ملایمتر از محمد بوده، محمد رسول رو عرض میکنم، و اگر که میخواست مثل محمد اصالت قرآنی و اصالت دین اسلام رو رعایت بکنه، بنا بود نصف جمعیت ایران رو بکشه. اما چون که آقای خمینی به بیرحمی رسول اکرم نبوده، بنابراین کمتر آدم کشته، ولی اسلام واقعی از اسلام آقای خمینی هم خشنتر است. حالا من خیلی راحت حرفای شما رو که فرصت ندارید با این میکروفون و دوربین و اینها بگید، من به نمایندگی از طرف شما همه اونها رو گفتم. این گفتگو امروز شروع میشه ولی امروز تمام نمیشه و باید بیشتر در موردش صحبت بشه. فقط میخوام این رو عرض بکنم که اگر قرار شد که من و شما یک نشست سیستماتیک داشته باشیم، بایستی که روی یک قرار و قاعده ای صحبت بکنیم. یعنی به جای اینکه حالا صحبت عمومی و اینها شد که نظر ما چیه، حال و هوای برنامه گفته شد، حالا وقتی که میخوایم صحبت بکنیم بایست دیگه از کلیگویی بیرون بیایم و دقیقا به سند بپردازیم، به ادعای اینها، به اعمال اینها و به متکای اینها. از نوشته شما، از انشای شما نشان میده که شما آدم تحصیل کرده ای هستید. به همین علت راه رفتن و کار کردن با شما خیلی آسان هست، خیلی آسان، و ما این امید رو داریم که حتما به نتیجه میرسیم. ما کارهایی رو که اینها کردن، همه این کارها رو نگاه میکنیم،
و ما در کنار کارهایی که اینها انجام دادن و انجام میدن و تئوری‌هایی که اینها به کار میبرن، تئوری‌هایی که در حکومت به کار میبرن، تئوری‌هایی که در امور عبادی به کار میبرن، در امور دینی به کار میبرن، همه اینها رو میذاریم روی میز و بعد از اینها سوال میکنیم. یعنی در واقع در اینجا از شما سوال میکنیم که اجازه میدهید که ما موارد مدعای اینها رو روی میز بگذاریم که فرض بفرمایید که وارد عمل بشیم. اجازه یک دو تا مثال بزنم خدمتتون. این حکومت بر مبنای اصالت و اعتبار ولایت فقیه به دنیا به وجود اومده، پا گذاشته و هستی آمده. یعنی برای کسانی که به قرآن معتقدن، به اسلام معتقدن، به اونها داره میگه. اونایی که اعتقادی ندارن که میگن خب هرچی تو قرآن نوشته بی خود نوشته. اونهایی که به قرآن اعتقاد دارن، این آقای خامنه ای رو عرض نمی کنم، آقای خمینی رو عرض می کنم و اندیشه خمینیزمه، اینطور اظهار میکنه که اصل ولایت فقیه یک اصل قرآنی است. یعنی ولایت فقیه دارای اصالت قرآنی است و ما در واقع حامل اون اصالت هستیم و عامل اون اصالت هستیم و جائز هست برای ما کفایت و کفالت این امر رو ما به عهده بگیریم و سند از اونها میخواید. سند دینی شما، سند اسلامی شما بر این امر چیست؟ به دو موضوع اشاره میکنند. یکی به موضوع سنت اشاره میکنند، یکی به موضوع تاریخ اشاره میکنند. به تاریخ که اشاره میکنند، نشأه از سنتی که مدعی هستند میگیرند، سنتی از به نام سنت رسول بر مبنای گفته محمد است که وقتی از این دنیا می رفت گفت من شما رو ترک می کنم و ما می گذارم شما رو با دو وزنه سنگین، دو وزنه ثقیل، که این حدیث اصلا معروف هست به حدیث ثقلین، حدیثی که دو جسم ثقیل، دو موضوع ثقیل که حرکت نمی کنه، اینها ثابتن، منظور ثقیل به اون معنا. یکی قرآن، الکتاب و سنتی، اهل تسنن میگن یا شیعیان میگویند که گفته از پیامبر که الکتاب و الاترتی، که سنت رو به امامت هم منتقل میکنند، اهل تسنن سنت رو به امامت مرتبط نمیدانند. و بعد در این سنت امامت پیدا میشه، شاخه شیعه امامت ادامه پیدا میکنه تا میرسه به امام زمان. امام زمان دارای حکومت در غیب هست به نیابت از طرف خدا و این نایب خدا در حکومت تشکیل میده حکومت ها رو در زمان غیبت خودش از طریق انتخاب نواب خودش. یعنی امام زمان از طرف خدا نایب حکومت هست بر جهان و این امام زمان در زمان غیبتش که الان هزار و حدوداً 400-500 سالی که در غیبت هستند، ایشان در غیبتشون یک نایبی تعیین میکنند که در خواب میان و معمولاً در خواب نایبشون رو تعیین میکنند. اون کسی که خواب میبینه، دو نفر دیگه هم خواب میبینن، این خوابهاشون رو با هم خواب گذاری میکنن و به نتیجه میرسن که خواب صادق بوده، رویای صادقه بوده و اون شخص از طرف امام زمان به نایب امام زمان در حکومت برگزیده میشه. به این مقام حاکمیت ولایت فقیه گفته میشه. اینی که عرض میکنم کاملا جنبه امانت و یعنی تا حدی که حفظ ناموس امانیه. مطالبی رو که گزارش میدم خدمت شما تعریف میکنم، یعنی کاملا بیطرف هستم،
فقط دارم به عنوان یک گزارشگر از ادعاهای اونها دارم برای شما بیان میکنم. در این امر صداقت دارم، یعنی چیز عوضی به شما یاد نمیدم، چیز عوضی هم به شما گزارش نمیدم. نسبت به اینها دروغ نمیگویم، نقل قول به غلط نمیکنم. همین رو میگن اینها. میپرسید که آقای ولایت فقیه، شما چجوری به این ولایت رسیدید؟ همین حرفایی که من زدم به شما تحویل میدم. شاید در اینجا 11 یا 12 14 موضوع وجود داشته باشه. هر 14 موضوع با قرآن رد میشه، یعنی نه سنتی برای پیامبر وجود داره. پیامبر اسلام سنت نداره. سنت پیامبر اسلام یک سنت است که در قرآن آمده. سنت ایشان سنت اطاعت از قرآن است. هیچ سنت دیگری ایشان نمیتواند داشته باشد. و اگر ایشان سنتی افسون بر سنت اطاعت از قرآن میداشت، مشرک میبود. خوب میشنوید من رو. محمد نبی خدا اگر دارای سنتی جز سنت اطاعت از قرآن میبود، این سنتی در کنار سنت خدا می داشت، مشرک مطلق می بود. محمد اگر سنتی مستقل از سنت اطاعت از قرآن رو می داشت و اظهار کرده بود، مشرک بالفطره می بود بی تردیدی. بنابراین در درجه اول اون 14 مورد رو دارم عرض میکنم. در درجه اول ریشه و پایه و فاندیشن فکری ساختمان امامت و ولایت برباد هست. همچی چیزی در قرآن وجود نداره. سهل است. ادعای این امر برای پیامبر شرک است، برای ما افترای به پیامبر است. یعنی اگر پیامبر این حرف رو زده مشرک است، اگر پیامبر این حرف رو نزده ما میزنیم، ما مفتری هستیم. یعنی بین شرک پیامبر و افترای ما یک کدومش رو باید انتخاب کرد. ولی هر کدامش که انتخاب بشه موضوع همینجا باطل میشه، تمام میشه. شاهد کار، قاضی کار کی باید باشه؟ قرآن. اونجاست که من و شما باید بحث بکنیم. این کتاب رو بگذاریم وسط، چون ترازو و میزان برای هر دوی ما، هم برای من، هم برای ملا، هم برای ولایت فقیه، ترازوی همه ما این قرآنه. ما این قرآن رو به عنوان یک پروتکل مشترک، من و خمینی و سیستم ولایت فقیه، هر سه ما علی‌الظاهر این ترازوی مشترک رو میپذیریم، این پروتکل مشترک رو میپذیریم که ما ادعاهای خودمون رو با این قرآن در نهایت امر بسنجیم و اندازه گیری بکنیم. و این خدمت بزرگی است و این گشایش بزرگی است، باب بسیار وسیع و مفتوحی است که خیلی از اشکالات رو برطرف میکنه. این ترازوی مشترکی که اونها مدعی هستند قبول دارند، من هم مدعی هستم قبول دارم. خیلی خوب، حالا بیاین این ترازوی مشترک رو به کار بگیریم دیگه. شما میگویید این ترازو با این سنگی که هست این 1 کیلو وزنشه، توافق کردیم به صورت یک پروتکل در آمده. این میگم خیلی خوب، این ترازو این بگذاری، این دعوا دیگه نداریم با هم. این سنگ 1 کیلویی رو بذار توی این کپه ترازو، این طرف جنس بریز ببینم 1 کیلو میشه یا نمیشه. هرگز تا آخر دنیا یک نفر از اینها پای محاکمه و قبولی و در کنار این میزان و ترازو تا به حال قرار نگرفتند. 50 سال است که از اینها دعوت میکنم، 50 سال، نیم قرن است که بیاید این ترازویی که شما قبول دارید، ترازو رو منم قبول دارم، بذاریم اینجا.
ادعاهای شما رو تو این ترازو اندازه گیری بکنیم. سنت مطلقا در قرآن سنت پیامبر مجاز نشده. یک موضوع. اتاق فرمان اینها رو بنویسید، یادداشت بردارید، به کارمند دفتری که در اتاق فرمان هست اپراتور بگوید که بنویسد. ما بین فارسی زبان و انگلیسی زبان و این هم تو اتاق فرمان گیر کردیم. چه موضوعات چون من خاطرم میره بخوام خودم بنویسم. در قرآن میگوید که اطیع الله و اطیع الرسول. در قرآن هرگز نگفته است که اطیع الله و اطیع محمد. اگر در قرآن چنین چیزی گفته بود امروز هم شما راحت بودید هم من، چون من مسلمان نبودم. اگر در قرآن چنین چیزی یافت می شد حتما من اون قرآن رو باطل می دانستم و حتما دین توحیدی دیگری اختیار می کردم و دین اسلام رو توحیدی نمی دانستم و دین اسلام رو شرک اعلام می کردم اگر چنین چیزی در قرآن یافت می شد. یعنی اگر در قرآن می گفت اطیع الله و اطیع محمد، چون در نقیض داخلی پیدا میشد در قرآن، چون در آغاز قرآن میگوید که ایاک نعبد و بگو، ایاک نعبد و بگو من فقط انحصارا از تو اطاعت میکنم، وقت یادت رفته مثل اینکه خدای چهار تا آیه اون طرفتر میگی از رسول هم اطاعت بکن، مثل که پیر شدی خدایا حواست خوب کار نمیکنه، این دینت برای خودت خوبه اگر گفته باشه. اما نگفته اطیع محمد، گفته اطیع رسول. وقتی این سوال میشه که از چی رسول اطاعت کنم؟ وقتی رسول مرد از کی اطاعت بکنم؟ حتما از ملا. نه، از رسول اطاعت بکن یعنی از رسالت رسول اطاعت بکن. رسالت رسول چیه؟ آیات قرآن. یعنی از خدا توسط آیاتش اطاعت بکن، همین، اون هیچ معنی دیگه نمیده. از خدا اطاعت بکن. خدا کجاست که من اطاعت بکنم؟ خدا کجایی من اطاعت بکنم؟ وجه اتصال ما با خدا چیه جز آیات خدا؟ آیات خدا در دهان کیه؟ در دهان رسولشه. بنابراین اطاعت از خدا به معل واسطه اطاعت از رسالت خدا، پیام خدا امکان پذیره. سنت پیامبر چی بوده؟ سنت پیامبر این بوده که در قرآن به او میگوید اولین مسلمان باش، یعنی مسلمان ترین و تسلیم شده ترین آدم ها باش. یعنی این آیاتی که به تو ابلاغ میشه، به تو وارد میشه، وحی میشه، نازل میشه، خود تو اولین کسی باش که اطاعت میکنی. روزخانی نکن، اطاعت کن اول و بعد ابلاغ کن. دستور برای کسی صادر نکن. آیاتی که بلغ به ما انزل الیک، اون چیزی که به تو گفتیم به مردم ابلاغ کن، خبر بده، بگو مردم این وحی به من رسید. همین، تموم میشه کارت. مطلب بعدی، حالا پریشانگویی من میکنم، این است که در قرآن ما 5 آیه در جاهای مختلف داریم، بیشتر از 5 آیه، ولی 5 موضوع رو در قرآن ذکر میکنه نسبت به پیامبر که او رو در این ستاره 5 زاویه‌ای محدود میکنه. 1، محمد تو وکیل خدا نیستی. 2، محمد تو وکیل مردم هم نیستی. 3، محمد تو اجازه هدایت نداری. درست میشنوید؟ تو اجازه هدایت نداری، هدایت دست منه. 4، محمد تو اجازه و توان ارشاد نداری، من ارشاد میکنم، تو فقط ابلاغ میکنی.
و پنج که در اینجا باید جا بگیره و تا آخر دنیا در ذهن ظاهر و باطن شما حرکت بکنه، که اساس حاکمیت سیاسی رو بر اسلام به هم می‌ریزه. محمد، تو مسئول اعمال مردم نیستی. کار حکومت چیه؟ جز قبول مسئولیت در امور مردم. غیر از اینه یا من اشتباه میکنم؟ من جامعه شناس نیستم، ولی مقدمات جامعه شناسی که بالاخره تو مکتب و این طرف اون طرف درس میدن یه همچین چیزهایی میگن، که حاکمیت، حالا تقسیم قوا و تفکیک قوا و همه اینها رو کنار بذاریم، کار حاکمیت اینه که مرتبط هست با اموری که مردم انجام میدن، کارهایی که مردم انجام میدن از طریق قانون، از طریق قضاوت، از طریق اجرا. به محمد میگوید هیچ سه تا حق رو هیچ کدوم نداری. چرا؟ برای اینکه بالای این هرم نقطه ایست که از اون هرم ما وارد میشیم و حاکمیت رو توجیه میکنیم. اونجا رو بسته قرآن، میگه تو به کار مردم فضولی نکن، کار مردم به تو مربوط نیست که چه میکنند مردم، هر چه میکنند به تو مربوط نیست. محمد، این قرآن است. اینا که عرض میکنم آقای امجدی مقدمات گفتگوی من با شماست. من و شما برای این کار ملی و کار انسانی و کار خدایی و کار مقدس و کاری که در جهت عدالت هست باید بنشینیم با هم صحبت بکنیم. تمام کسانی هم که هم فکر شما هستند بیارید با خودتون جمع بکنید. من هم یک نفره میام با شما صحبت میکنم. به رسول اکرم قرآن میگوید که تو به کار مردم دخالت نکن. چرا؟ برای اینکه تو مسئول اعمال مردم نیستی. همین محمد در طول 23 سال زندگی رسالتیش، 20 سالش که در حال جنگ و تبعید بوده، 3 سال آخری که بعد از فتح مکه نسبتاً آرامش برقرار میشه در طوایف اسلامی، در محیط اسلامی، برای اولین بار آغاز تشکیل کشور، یعنی نوعی فدریشن، نوعی حاکمیت سیاسی فدراتیو رو شروع میکنه، یعنی همون کاری رو که به صورت الگو در دستور المدینه در یثرب انجام داده بوده همون رو میاره و سعی میکنه که همون رو پیاده بکنه. بعد از فتح مکه و اکتساب آرامش نسبی در حضور مردم میسته و میگوید مردم، من در حالت جنگ، 20 سال در حالت جنگ و دفاع و تبعید بود، الان اسلام به آرامش نسبی رسیده و شما باید برای خودتون حکومت انتخاب بکنید، رئیس جمهور به زبان امروزی انتخاب بکنید، حاکم انتخاب بکنید. و مردم چنین میکنند، شروع میکنند به بیعت، توکیل و مشاوره. یعنی برای اولین بار در نظام قرآنی حق حاکمیت فردی برای مردم توجیه میشه، که مردم شما به موجب این قرآن دارای حق حاکمیت فردی هستید برای نصب قانون، برای نصب قضاوت در قانون و برای نصب قدرت اجرا کنندگی قانون. بیعت کنید و شورا رو توکیل کنید، یعنی شورای توکیلی به وجود بیاید
چون فرض کنید اگر ایران 80 میلیون جمعیت داره که 80 میلیون توی سالن نمیتونن جمع بشن که. بایستی که توکیلی این کار انجام بشه، 800 نفر جمع بشن. بیعت یعنی تعامل رأی، یعنی من به شما نمایندگی بدم، من سرویس شما رو بخرم، بیع کنم، بیعت کنم، خریداری کنم سرویس شما رو، خدمت شما رو، و بعد شما رو وکیل کنم. بیعت، توکیل، شورا، همه اینها مبنی بر حق حاکمیت فردی. پیامبر به امر خدا و شاور هم فی الامر، برای اینکه در امور مشورت کند به مردم پیشنهاد می کند که مردم، در قرآن یه همچین آیه ای هست که گفته است که چنین کنید، و برای اینکه ما برسیم به مشورت که در شورای مشورتی، در شورای پارلمنتری، در اونجا وضع قانون کنیم و قانون بر مردم حاکم باشد، نه فرد. فرد واسطه نصب قانون و وضع قانون است. ما برای اینکه به اونجا برسیم، حالا کی داره این حرف رو میزنه؟ کسی که قرآن در دستشه و نمیگه ما باید به این قانون تکیه کنیم برای حکومت، میگه ما به این قانون اساسی قرآن باید تکیه بکنیم برای وضع قانون. یعنی این قرآن قانون نیست، این قرآن قانون اساسی است که چگونگی تشکیل شورا رو برای نصب قانون اجتماعی پایه میگذاره و به ما میآموزه. مدرسه است این، محکمه نیست. نهایت امر نمیگه منو انتخاب بکنید. یعنی در اینجا محمد در شخصیت رسالتی خودش باقی میمانه بدون اینکه هیچ شخصیت سیاسی داشته باشه، هیچ نوع شخصیت قدرت سیاسی نداشته، یک بشر معمولی. در قرآن هم آمده که بگو به مردم من بشر معمولی هستم. مردم از حق حاکمیت فردی استفاده می کنند و با 100% آراء موجود او رو به خلافت یا به ریاست جمهوری یا به زعامت یا به رئیس سیاسی، هرچی که اسمش رو دوست دارید بگذارید، انتخاب می شود. پیامبر اسلام رو خدا برای حکومت بر نگزید، برای رسالت برگزید، برای نبوت برگزید. او رو انتخاب نکرد که حاکم باشد، او رو انتخاب کرد که پستچی باشد، و پستچی هم بود. پستچی بود که از نامه‌ای که دستش دادن خودش اطاعت هم باید بکنه. پستچی معمولا یه درجه بالاتر از اونه. پستچی نامه رو میده میره، این پستچی نامه رو باید باز بکنه، بخونه، اجرا کنه، اطاعت بکنه، بعد بده به کسی. یعنی یک درجه مسئولیتش از پستچی هم بیشتر هست. صحبت بسیار باید در این زمینه میخوام ادامه بدم، نه در این جلسه. خب حالا این محمدی که رسالتش از خلافتش جداست و هیچ نقشی رسالت او اجازه ندارد که در خلافت او داشته باشد، در ریاست جمهوری او داشته باشد، خدا او رو انتخاب کرده برای رسول بودن، مردم او رو انتخاب کردند برای خلیفه بودن، خدا متعهد است که خلیفه سیاسی و رئیس جمهور چه شاه باشد چه خمینی، اجازه ندارد. خدا اجازه ندارد. چرا؟ چون تعهد کرده که نمی کنم این کار رو. اگر کرد، به موجب آیات قرآن خدا فاسق می شود، چون در فرهنگ قرآن، در لغت معنی قرآن، فاسق کسی است که تعهد به انجام کاری کند و اون کار رو نکند، نقض عهد بکند. به بیان دیگر چه فاسق، چه خدا باشه چه بنده خدا. و خدا تعهد کرده است
که برای مردم حاکم سیاسی نفرستد، کما اینکه حاکم سیاسی که اگر رسول اکرم که خب شخصیتش حالا هرچه هست و اینها، ما اینجا نمیخوایم تبلیغات برای او بکنیم، ولی بالاخره شخصیت رفیعی داشته، بهترین آدم اون وقت بوده، هیچ اختیار حکومت به او داده نشده، یعنی اصل حکومت که موهبت الهی باشد، چه به شاه بدهد، سلطنت موهبتی است الهی که از سوی خدا توسط ملت به شاه داده می شود. درست تعریف کردم انشاءالله؟ این چه فرقی میکنه؟ ولایت فقیه حکومتی است الهی که از طرف خدا توسط امام زمان به ولی فقیه داده می شود. شما تفاوتی بین اینها می بینید؟ هم حقیقت حرف بزنیم، هر دوش باطله، هر دوش شرکه، هر دوش کفره، هر دوش دروغه، هر دوش فریبه، هر دوش تعصبه، هر دوش کلاهبرداریه، چه شاه باشه چه خمینی. ما نباید اگر امروز شاه کلاش رو برداشت به جاش عمامه گذاشت سر جاش، بتواند که ما رو فریب بدهد. یک جان ما داریم، یک جان رو باید فدا کنیم در راه حفظ استقلال اون مملکتی که اون مملکت حق به گردن ما داره، که من و تو رو بزرگ کرده. تعصبات رو کنار بگذاریم، خاص خرجی ها رو کنار بگذاریم، به عدالت پناه ببریم و جسارت گفتن عدالت و حقیقت رو داشته باشیم. حالا هر کسی یک عقیده‌ای داره، اصل بر این است که ما باید توافق بکنیم با شما، با هر کس دیگر، بر سر اصالت حاکمیت سیاسی فردی. یعنی هر فرد دارای حق حاکمیت سیاسی است فردن، و این حقوق حاکمیت های سیاسی فردی از طریق بیعت، از طریق توکیل، در یک اجماع، در یک پارلمانی، در یک شورایی به هم جمع میشن و در اون شورا حاکمیت فردی رو تبدیل به حکومت مردمی میکنند و قانون وضع میکنند و برای فهم قانون قاضی درست میکنند و برای اجرای قانون قوه مجریه میسازند. این شورا، این حکومتی است که حکومت، من اسم دموکراسی نمیارم چون من نمیفهمم دموکراسی رو، ولی من حکومت مردم رو میفهمم، حکومتی که پایه های اون حکومت روی حاکمیت های فردی گذاشته شده، نه روی رأی خدا. خدا اگر برای بشر ولی تعیین بکند، پادشاه تعیین بکند، حکومت تعیین بکند، امام زمان حاکم تعیین بکند، اون خدا فاسق است. یعنی اون چیزی رو که شیعه به نام امامت به خدا تحمیل میکنه، به مردم تحمیل میکنه، اگر وجود خارجی داشته باشد از خدای فاسق میآید. یعنی خدا باید فاسق باشه که به امامت حکومت اطلاق بکنه و حکومت موهبت بکنه. یعنی خدا حرف خودش رو زیر پا گذاشته، یعنی خدا نقض عهد کرده نسبت به صحبت خودش، به پیامبرش میگه تو اجازه دخالت در امور مردم رو نداری، مردم هر کاری میکنن به خودشون مربوطه، تو فقط مسئول ابلاغ هستی و بگو به مردم که تو بشر معمولی هستی، هیچ چیزی از بشر معمولی بالاتر نداری مگر هر زمانی که به تو وحی میشه. وحی که تموم شد تو هم بشر معمولی میشی و تو همیشه رسول نیستی، 24 ساعته که رسول نیستی، تو
24 ساعته که نبی نیستی تو، هر حرفی که تو میزنی که نبوت نیست. شب تشریف ببرن منزل، میگه خانم امشب چی داریم؟ قرمه سبزی داریم یا آبگوش داریم؟ بس وحی ناظر شد. سخن سخن کیه؟ سخن پیغمبره دیگه، از دهنش بیرون آمده. پس قرمه سبزی و آبگوش شد وحی قرآن نیست؟ نیست اینطور. وحی وحی است، سخن نبی است که سخن خداست. نبوت که تمام شد، آیه که نازل شد، به پایان رسید، فرستنده بسته، گیرنده بسته، اپراتور خارج، اپراتور میره خانه پلو زن و بچهش، دیگه نه صدای رادیو میشنوه، نه صدای تلویزیون میشنوه. در تلگراف خونه بسته است، تمام میشه تا وقتی دیگه ای که بخوان بهش پیغام بده. اینها رو من مایل هستم که جست و گریختی که صحبت میکنم با هم مطرح بکنیم و از ولایت فقیه بپرسیم که شما نماینده بفرست به ما امنیت بدید، ما 4-5 نفر آدم جمع بشن، شما هم 2-3 نفر بگذارید و در اونجا ثابت بشه که برخلاف اونچه که شما فرمودید در مطلبی که ارائه کردید، بیارم دو مرتبه مطلب شما رو در این مطلبتون که ارائه فرمودید، بله نوشتید که با احترام به شخص شما که یک تن هستید در برابر هزاران روحانی، ما در قرآن روحانی و جسمانی نداریم. خود همین ادعای روحانیت کردن، یعنی یک طبقه از طبقه جامعه جدا میشه، میشه طبقه روحانی در مقابل طبقه جسمانی، خود این استکباره و این بزرگترین ظلم در قرآن که شما کبریایی پیدا بکنی، از دیگران بالاتر قرار بگیری، دو مرتبه فرعون و قریش رو زنده بکنی. روحانیت جانشین فرعونه، جانشین فئودالیته و استبداد و بیداد قریشه، همونهایی که 10 سال پیغمبر از زندگی و همه چیش به وحشت انداختن در داخل مکه و نهایت هم فراریش دادن. یعنی 20 سال از عمر یک آدم رو در خطر، در خطر انهدام و در تبعید قرار دادن. همونها فرعون زمان خودشون بودن. کسانی که میگوین روحانی هستند، یعنی ما فرعون هستیم، یعنی ما فئودال های مذهبی هستیم. این قسمت اولی که هزاران روحانی دیگر که همه زندگیشان تحصیل و آموزش و تفسیر قرآن است. یکی از اینها آقای خمینی است، بیش از 30 سال همیشان تحصیلات دارند. حتما شما کتاب تز ایشان رو، اینایی که میرن مدرسه یک دورا میگیرن، من دکترا میگیرن، هر چی که میگیرن یه پیپری می نویسن، یه تزی می نویسن، کاغذی می نویسن. استادها هستن که چند نفر، 5 نفر، 6 نفر می خونن اون کاغذها رو و میگن که تو اینجا رو اشتباه کردی، اونجا رو درست کردی، نهایتا چاپ میشه، تموم میشه، میدن دستش، میشه دکتر. ما میخوایم ببینیم که این مطلبی رو که ایشان دکتراشون رو میگیرن، چون معادل دکترام هست واقعا دیگه، دکتر انقدر نمیره درس بخونه که اینا میخونن، حالا آیت الله میشن یا حجت الله میشن، نمیدونم حجت الاسلام میشن، هرچی میشن، نتیجه 30 سال 40 سال درس و ممارست و قرآن خواندن و حدیث خواندن و خبر خواندن و رجال خواندن و سعد خواندن و علم کلام خواندن و همه اینها رو خواندن و خواندن و خواندن، متخصص شد. به نظر شما این الان مبنای همین فرمایشی است که شما در اینجا کردید؟
که همه زندگیشان در آموزش تفسیر قرآن است. اکنون پندار، گفتار و کردار ایشان بازتابی از همان قرآن است. این رو گفتید دیگه، شما اینجا نوشتید. اولین معاینه‌ای که امروز با شما دارم و صحبت رو به همین جا تمام می‌کنم که به بقیه کارهای امروز هم برسیم، این سوال است. شما گفتید که اینها چون تخصص در قرآن دارند، خب شاهد هم هست، یه 30 سال 40 سال هر کدومشون درس خوندن، بنابراین به اتکای این دانشی که دارند، به اتکای این تحصیلاتی که کردند، گفتار و پندار اینها قرآنی است و این گفتار و کردار اینهاست. یک، گفتار و کردار اینها قرآنی است، آنچه میکنند قرآنی است و این کاری است که میکنند، پس این کار قرآنی است. شما از این به اصطلاح منطق استقرا استفاده میکنید و در نوع خودش خب منطق استقرا درسته، ولی آیا در این مورد به کار میره یا نه؟ بشر فانی است، سقراط بشر است، پس سقراط فانی است. این رو میگیم استقرا. شما میگویید که اعمالی که اینها انجام میدهند قرآنی است. به چه دلیل قرآنی است؟ به دلیل اینکه ملا نماینده قرآن است. بنابراین اون چه که انجام میدهد از قرآن است. بنابراین محصول اعمال ملا نماینده ارزش‌های قرآن است. این منطق استقرای شما از نظر فرمول درسته، ولی همون اولش اشتباهه که بشر فانی است. اون درسته، سقراط بشر است، پس سقراط فانی است. اما شما در اینجا چه میگویید؟ شما در اینجا میگویید که روحانی قرآن است. فرض رو بر این میذارید که کلام روحانی کلام قرآن است. با اونجا اشتباه شروع میکنید دیگه. شما میگویید که روحانی قرآن است. قرآن ولایت فقیه معین میکند. ولایت فقیه باطل است، پس قرآن باطل است. من با این استقراء شما مخالف هستم که چنین چیزی وجود ندارد. روحانی جاهل به قرآن و یا دشمن قرآن است. حالت سوم نداره. روحانی یا در جهل به قرآن به سر میبره یا در عناد به قرآن به سر میبره. افراد روحانی یا بیدین هستند یا ضد دین هستند. حالت سوم نداره. این افراد روحانی، به قول شما روحانی، ملاها، اینها یا فاقد دین هستند، خیلی آدمایی که دین ندارن اینا هم دین ندارند، و یا دشمن دین هستند و به نظر میرسه بیشتر دشمن دین باشند، چون آدم اگه دین داشته باشه این کارها رو نمی کنه و اگر جاهل به دین هم باشه این کارها رو نمی کنه. جاهل به دین این کارها رو نمی کنه. اینها بیدین نیستند، یعنی جاهل به دین نیستند که دین رو نشناسه. دین رو میشناسه ولی مخالف با دین. شناخت دین با قبول دین فرق میکنه. یه کسی میبینید که بسیاری از قرآن شناسایی که ظاهر قرآن رو میشناسند مسلمان نیستند، ولی ظاهر قرآن رو میخونه، معنی میکنه، رد میشه، حالا دکترا میگیره برای این کار،
قرآن شناسی یعنی در درون قرآن رفتن تا اینکه الفاظ قرآن رو به عربی و فارسی و انگلیسی ترجمه کنند خیلی فرق میکنه. حالا این آدم اگر دین رو میشناسه و با دانش به دین مخالفت میکنه، با دانسته های خودش مخالفت میکنه، یعنی این میدانه که قرآن رأی انحصار به حق مالکیت فردی، حق حق حاکمیت سیاسی فردی میده به فرد، اینو میدانه، هر بچه کلاس چهارم ابتدایی میدانه این رو، ولی با همین مخالفت میکنه و عناد به خرج میده و ضدیت میکنه، خب این ضد دینه دیگه. بنابراین در اون قسمتی که شما فرمودید که روحانیت نماینده قرآنه و اون چی که روحانیت انجام میده دستاورد قرآنی اوست و اون چی که او انجام میده برایند کارهای قرآنی است، این رو باید ثابت بکنید شما. مثلا در کتاب تحریر الوسیله ی آقای خمینی که محصول کارشونه دیگه، تز دکترای ایشونه و بیش از همه طول مدت عمر تحصیلات آقای خمینی در نجف و کربلا بوده، بیشتر در نجف بودن ایشون. ایشون در مورد ازدواج که مهمترین قانون همه زمان هاست، از نظر ایشان در قرآن سن بلوغ ازدواج نیامده و در یک امری که قرارداد هست و بایستی که مشخصات عقل و بلوغ درش باشه و رضا، اشاره میکنن به عقد توکیلی، عقدی که اگر که کسی که مورد عقد ازدواج قرار میگیره عقلش نمیرسه، بایستی که قیم او در مورد او تصمیم بگیره و بعد محدودیت سنی به لحاظ وجود قیم از میان برداشته میشه و دختر 6 ساله، 7 ساله، 4 ساله بر اساس این استدلال ایشان، استدلال آیت الله خمینی، میتواند که ازدواج بکند با قیم، با وکیل. خبرنگار از ایشان سوال میکنه که تا چه اندازه سن میتواند پایین بیاید، نهایتا به بچه دو روزه میرسه. الان بحث سیاسی نمیخوام در اینجا بکنم، واقعا بحث علمی دارم میکنم. حالا من از شما آقای امجدی سوال میکنم که به نظر شما تا ما موقعی برسه که افتخار زیارتتون رو پیدا بکنیم، به نظر شما در قرآنی تا اونجایی که از قرآن شنیدید، اگه خودتون قرآن خواندید که میدانید، اگه نمیدانید که رابط شنیدید، آیا به نظر شما فعلا، همینطوری کلا جواب بدید، آیا به نظر شما قرآن ازدواج با دختر دو روزه رو مجاز کرده یا نکرد؟ میل دارید جواب بدید؟ اگر کرده کجای قرآنه؟ اگر نکرده پس آقای خمینی با 30 سال زحمت و درس و مدرسه و پلان اینها نتوانسته که گفتارش برخلاف اون چی که شما در نوشتتون نوشتید که نوشتید شما که در برابر هزار من تنها هستم، در برابر هزاران روحانی دیگر که همه زندگیشان تحصیل در آموزش و در تفسیر قرآن است. البته تنها کتابی که در حوزه ها ازش استفاده نمیشه قرآنه. من با حوزه ها آشنا هستم. حالا من سابقه زندگیم رو نمیخوام اینجا بگم، ولی آشنا هستم، خوب هم آشنا هستم. در حوزه تنها چیزی که نمیخوانن قرآنه، همه درس ها رو دارن غیر از درس قرآن. به کوروکولومشون اشاره بکنید، به مواد درسیشون مراجعه بکنید و میبینید که راست میگویم. اما حالا فرض کنیم که چنین باشد که شما فرمودید که همه زندگیشان تحصیل در آموزش و تفسیر قرآن است،
بنابراین نتیجه میگیرید که گفتارشون، پندارشون و کردارشون همش بازتابی از همان قرآن است. هم عرض بکنم که این طور نیست و در این مورد چون این در واقع محور اصلی انحراف از قرآن است، اینها منحرف از قرآن هستند و منحط از قرآن هستند. نه فقط منحرف هستند، منحط از قرآن هستند و اون چرا به دیگران می آموزن انحراف و انحطاط از قرآنه و اون چی که به قرآن زمیمه کردن، یعنی سنتی رو که افترا می زنن به رسول اکرم به قرآن اضافه کردن و با اون سنت اختراعی و افترایی است که کار می کنند و نوعاً از نظر قرآن تقسیم بندی که به اینها اشاره می کنه اینها استکبار هستند، اینها مستکبر هستند، همون هایی که شاه رو مستکبر معرفی میکنند و طاغوت معرفی میکنند. خود این رو البته شاه همین طور بوده، ولی اینها به مراتب از شاه طاغوت تر و مستکبر تر هستند. یعنی استکباری رو که اینها به بازار آوردند از زمان کوروش تا پایان سلطنت پهلوی چنین استکبار و چنین ظلم و انحراف و انحطاط و دروغ تحویل مردم داده نشده. این مقدار گمراهی و دروغ نه، دروغ بوده، اونها سراسر زندگیشون از کوروش گرفته به پایین همشون دروغگو بودند، همشون دروغگو بودند، همشون دیکتاتور بودند، همشون مستکبر بودند، همشون زورگو بودند، اما نه به این شدت که اینها علوم غریبه و علوم جدید رو در شرک خودشون نهادینه کردن و شرک رو تبدیل به یک صنعت غیر قابل احتراز کردن. هیچ حکومتی در تاریخ مثل اینها کفر و دروغ و استکبار و کجروی و انحطاط رو صنعتی نکرده، فرمول براش درست کردن اینها. مثل یک کارخانه اتومبیل سازی که نقشش رو میدین دست هر کسی میسازه، یک چنین سیستمی درست کردن در دنیا که معلوم هم هست که چه کسان این کار کردن. همون کارشناسان و حکومت شاه، جامعه شناس های زمان شاه، سازمان امنیتی های زمان شاه، آدمکش های زمان شاه و جاسوس های زمان شاه و کمونیست های زمان شاه، اینها همه با هم دست به دست هم دادن این حکومت رو ساختن. من سیاستمدار نیستم، نمیخوام باشم، ولی شما که نشان میده که آدم دانشمندی هستید در مسائل تعمق بیشتری داشته باشید. من این مقدمه رو به همینجا تمام میکنم. فقط در یک مورد خواستم فرمایشتون رو که نتیجه گیری کردید بگویم که نتیجه گیری اشتباهی کردید. اینها کارهاشون بازتاب قرآن نیست. ممکن است از قرآن بهتر باشد، ولی قرآن نیست، یه چیز دیگه است. و در این زمینه که اونها میگویند اینها قرآنی است، دروغ میگویند و دانسته دروغ میگویند، چون قرآن یک چیز حاضری است. کجای کار تو قرآنی است؟ کجای این قرآن به کسی از طرف خدا اجازه حاکمیت دادی که تو باشی؟ کجای این قرآن طبقه‌ای به نام روحانی داره؟ و خیلی چراهای دیگه، کجاهای دیگه که من آمادگی کامل دارم که در محضرتون باشم، در رکابتون باشم و هر امری که فرمودید در خدمتتون هستیم و روشن بکنیم که آیا اینها کارشون قرآنی هست یا کارشون قرآنی نیست. آخرین عرضم اینه که اشاره میکنیم با آیه ای از آیه های قرآن که در اونجا میگوید اطیع الله و اطیع رسول، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسالت این خدا به رسولش و اطاعت کنید از اولوالامر
اولو الامر، صاحبان فرمان، صاحبان دستور از حکومت. اولو الامر یعنی حکومت. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر من کم، نه من هم، یعنی از حکومت برگزیده خدا یا رسول خدا. نگفت، اگه هم گفته بود اونو میشد. کم اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر من کم، از کسانی که برگزیدید اطاعت کنید، از برگزیدگان خود. به هر حال تشکر میکنم از اینکه حضور با برکت شما موجب شد که این مطالب مطرح بشود. یکی از شبهای مرتب و مکرری که من در این برنامه تحمل میکنم، چوبی است که از طرف سلطان پرست ها به من وارد میشه و متاسفانه در اکثریت قریب به اتفاق اینها هیچ نوع منطقی نمیبینم و من هم خوب ایشان رو میشناسم و هم بزرگان ایشان خوب من رو میشناسم، ولی بحث رو به همین جا بسنده میکنم. جناب وکیل صالح می نویسند که با خدمت، با سلام خدمت شما و دوستان بیننده این شبکه، چرا شاعر می گوید که پند گفتن با جهول، با خواب خوب نمی بینم، تخم در شورزار کاشتن است. این شعر ستر می کند به آیه قرآن که می گوید به پیامبر، ما که پیامبر ما وجود خیش را میازار، به جاهل که دیدی سلام کن بگذر. شما مرد مجاهدی هستید، الله قبل از شما ناجی های زیادی فرستاد، بعضی ها گرفتند بعضی ها نه، الله اعلم. و بعد می نویسند که پند گفتن با جهول، خواب ناک، جهول خوابناک، تخم در شورزار کاشتن است. آقای همایون رسولی می نویسند باید تذکر داد بلایی که بر سر جهان اسلام آمد مستقیم محصول اسلام حدیثی است که همچو وسیله‌ای به دست سیاستمداران ظالم و ملایان مسلمان نمایشان است. اسلام حدیثی کشورهایی مانند افغانستان، ایران، سوریه، لیبی، عراق، یمن و اکثر کشورهای اسلامی را به جهنم تبدیل نمودند. سید احمد تنهای تنها به همه شما سلام می کنند. جناب نور، نور عزیز و همینطور جناب قفوری با ما هستند. جناب فرحنای، قربان با عرض احترام، آخه قرآن عربی به چه درد ما میخوره و چه کاری تا حالا کرده که برای بشریت مهم بوده جز کارهای تروریستی؟ اگر به خاطر فردوسی نبود، این فارسی را هم که این عرب ها تا حالا از ما گرفته بودن. راست میگید، اگر فردوسی نبودی همچین اتفاقی میافتاد شاید. لطفا به آموزش غلط خاتمه بدهید. انشالله که شما پاسخ من رو به جناب امجدی شنیده باشید و در این
نصیحتی که میکنی تجدید نظر کرده باشید. قرآن به زبان عربی گفته شده برای اینکه مردم اون سامان این زبان رو میفهمیدن، ولی زبان عربی خود زبان تقدسی نداره و زبان وسیله ارتباط مفاهیمه و زبان رو باید عوض کرد که مفاهیم بتوانند که در اذهان مردم سفر بکند. کار فردوسی به جای خودش از ارزش فراوان برخورداره، ولی همت مسلمانان واقعی بسیار کم بوده که در طول این سالها قرآن رو با امانت به فارسی ترجمه کنند. در ترجمه قرآن به فارسی امانت رعایت نشده است. اجازه بدید فعلا بیش از این پیش نریم. ما دست در کار ترجمه قرآن هستیم، این نقیصه رو برطرف بکنیم. ادعای بزرگی است، ترجمه شده البته، تایپ هم شده، مشغول ویراستکاریش هستیم. اشکال مالی داریم برای این کار، همون اشکالی رو که همه مترجمین داشتن، و نتیجتاً دیدن این کار پیش نمیره، رفتن پر روی یک مقامی که آقا ما این قرآن رو میخوایم ترجمه کنیم، پول نداریم. در طول تا 400 سال پیش که اولین نسخه فارسی قرآن ترجمه شده تا امروز همین بوده، آقا ما میخوایم این قرآن رو ترجمه کنیم، پول نداریم. پول میدن، ولی اگر که پول دادن و قرآن ترجمه شد و ترجمه مطابق میل اونها نبود، اون وقت دودمان شما رو به باد میدن، قطعه قطعه میکنن شما رو، اون قرآن رو هم قطعه قطعه میکنن. این است که کسی نبوده تا به حال، کسانی که قرآن رو ترجمه نکردند و میتوانستند که ترجمه کنن نخواستن وارد این بازی بشوند، ولی اونهایی که ترجمه کردند، کسی رو من متهم نمی کنم، ولی چون این یه کار پرخرجیه و معمولا کسانی که قرآن رو ترجمه می کنند دنبال یاد گرفتن عربی و اینها هستن، فرصتی برای کار کردن و تخصص پیدا کردن نداشتن، مجبور به قبول پول بودند. و کسی که پول میده، درست مثل تلویزیون هایی که امروز ما داریم، اون کسی که ماسو خیار میفروشه، تروبچه میفروشه، جعفری میفروشه، پولی هم به تلویزیون برای آگهی میده. اون وقت این آگهی باید تابع قانون تروبچه باشه، نه مصالح ایران، نه مصالح اسلام، نه مصالح قرآن، نه مسائل حقیقت. باید پیرو سیاست تروبچه و تره فرنگی و پیازچه باشه. سه تا بسته تروب 99 سنت ارزان دیگه. اما اگر حواست رو جمع نکنی، یک کلمه از این حرفایی که امروز اینجا شنیدید گفته بشه، تروبچه بی تروبچه، اون وقت برو به گدایی بشه. اعجاز این کاری که میبینید، یکی از معجزات قرآن همین برنامه است که شما دارید میبینید. توجه کردید؟ یکی از معجزات قرآن همین برنامه است که شما دارید میبینید. ما اینجا شرکت نان پرافیت هستیم، در آمریکا هم به ثبت داده شده، دفاتر ما بازه، به اداره مالیات مراجعه بکنید. هیچ شرکت خیریه این کار نمی کنه که من می کنم. ما علاوه بر این که هر سال که ورقه مالیاتی و تکس ریترن و اینها رو میدیم، خود من داوطلبانه به عنوان این که اینا پابلیک انفورمیشن نباید باشه، شما دفترتون رو نباید که زمینه تکستون بکنید، ما می کنیم. کی به ما پول داده، چقدر به ما پول داده، هم در مقابل IRS هم در مقابل FBI. و من با قد رشید در اینجا می ایستم و حال من مبارز می طلبم هر کدام از این تلویزیون ها، هر کدام از این تلویزیون ها که ادعا می کنند که از منابع غیر مجاز پول دریافت می کنند، تلفن کنند به من، سندشون رو تو همین تلویزیون نشان بدم. من با 50 تلویزیون در این شهر الان مقابل هستم که این حرف رو میزنم. توجه کردید؟ من نیستم. من از همین مردمی که 10 دلار و 20 دلار و 100 دلار و 200 دلار پول میدن، همشون هم معلومن کیان. نه دولتی هن، نه جاسوس هن، نه سیاست مدارن. آدم های بدبختر از من هستن که صبح تا شب کار میکنن. و
برای دینشون، برای عقیدهشون پول میدن. همین جنبشی که شما میبینید مستقل کار میکنه، دنبال پول آگهی تروبچه و پیازچه هم نیست. از پیازچه بگیرید تا برسید به تانک فروشی و تفنگ فروشی، واسطه هیچ کدامش نیست. نه قرآن به عربی و عجمی، مگه شما کتابای علمی دنیا رو به زبانهای مختلف هست نمیفهمید؟ شما مگه تاریخ چین رو نمیفهمید؟ راجب چین اظهار نظر میکنید یا نمیکنید؟ مگه تاریخ چین رو به چینی ننوشتن؟ چطور اون رو میفهمید؟ قرآن رو نمیفهمید؟ زبان قرآن به زبان فارسی شما نزدیکتر یا زبان چینی؟ از تاریخ چین بیشتر خبر دارید یا از تاریخ اسلام؟ تنبلی خودتون رو همش بهانه براش درست نکنید. حالا ممکنه نیتتون هم خیر باشه، ولی یک کمی هم عاقلانه تر فکر بکنید. لازم نیست که شما مثل من فکر بکنید یا من مثل شما فکر بکنم، ولی باید با عدالت فکر کرد دیگه. بدبختی مردم دنیا یا بدبختی مردم ایران به مناسبت قرآن نیست، بدبختی ملت ایران به علت کنار گذاشتن قرآنه، نه به علت قرآن. جناب وکیل صالح می نویسند که فرهمند هستن یا خیلی ضعیف تشریف دارید، اگر نظر خوب داری که قابل توجه باشد بگو. بعد می نویسند آقای صالح که اگر عربی را از فارسی بگیری مثل پرنده بیبال می شود. حالا منظور آقای فرهمند این نبوده که زبان فارسی رو اصلاح بکنند، منظورشون این است که قرآنی که عربی است برای ما مفهوم نمیشه و به علت مفهوم نشدنش ما نمیفهمیم. این عذرشون رو من نمیپذیرم که امروز موضوع زبان اشکال نیست که ما عدم فهممون به یک فلسفه فکری، به یک ایدئولوژی دلیل بر بیگانه بودن زبان بدانیم. زبان تصور نمی کنم که امروز مشکل باشه. مشکل غفلت ماست و مشکل اعتقادات غلطی است که روی جهل ما ساخته شده. الان شما می بینید که همین گفتگوی من با بیننده قبلی در همین زمینه بود که ایشان در کمال ادب و در کمال متانت نوشتن اینا هر کدومشون 30-40 سال رفتن مدرسه قرآن، بنابراین عقلن و منطقن اعمال ایشان باید بازتاب قرآن باشه، چون 40 سال قرآن خونده دیگه، پس اعمالش باید قرآنی باشه. به ایشان ثابت کردم که با دلیل و مدرک ما میبینیم همینهایی که 40 سال قرآن خواندن نظرشون خلاف قرآنه و نظرشون در جنگ با قرآنه. یعنی این کسانی که 40 سال قرآن خواندند و به حکومت الهی رسیدند، اینها مخاصم و معاند با قرآن هستند، اینها محارب با خدا هستند، با همون خدایی که میگن ما میپرستیم، با اون خدا در حال جنگ هستند. خیلی کسا هستند که عربی نمیدانند، قرآن رو هم خیلی خوب نمیخوانند، ولی بهترین آدم های روی زمین هستند و خیلی کسانی هستند که قرآن رو خیلی خوب میدانند علی ظاهر از نظر لغت و معنی. میشن آقای خلخالی، بیمار روانی که در کودکی گربه ها رو میکشت و در میان سالی آدم ها رو میکشت، براش فرق نمی کرد، فقط بنا بود کشته ببینه. متخصص قرآن هم بود، قرآن خودش. نه علم ظاهری به قرآن باعث نجات ما نمیشه. البته دلیل من عرضه می کنم که ما جاهل به قرآن باشیم، ولی فقط دانش ظاهری به قرآن باعث ارشاد انسان نمیشه.
موارد دیگری هم لازمه که قرآن از اون به نام تقوا نام میبره، که آدم اگر تقوا نداشته باشه، هزار زبان هم بلد باشه، باز هم نمیتواند که از قرآن بهره‌مند بشه. جناب امیر تنها، بهترین کار به نسل جوان این است که به این ویدیو وقت خود را ضایع نکنند. بسیار بسیار نسل پیر شورمان اونها میتونن ضایع بکنن. جناب قدری میگویند قطع و وصل میشه، جناب استاد میشه اتاق فرمان در جریان قرار بگیره. اتاق فرمان، اگه صدای من میشنوید، بیننده ای از نمیدانم که آقای قدری از کجا تلفن میکنن، ولی ایشان میگن که صدا مثل این که قطع و وصل میشه. اتاق فرمان میگوید که اشکال ممکن از گیرنده شما باشه. خانم بهار میگویند که من برنامه رو بدون مشکل و بدون وصل و قطع دارم و توصیه میکنند که شاید اشکال از گیرنده ایشون، ایشون هم با من اینطور فکر میکنند که ممکن از، ولی الان آقای قدری گفتند که خوب شده. جناب استاد راشد رستمی با ما هستند و جناب احمد نصیری چقدر دشمنی با ایران و ایرانی. جناب حامد جهانگیر به همه دوستان سلام میکنند. جناب میردادی، با عرض معذرت استاد گرامی، های کارهایی را که ما انجام میدهیم قبلا تحت امر کل نقشه داشته یا نداشته. تشکر میکنم، این سوال دیروزتون رو تکرار کردید که در موردش صحبت بشه. خانم بهار می نویسند که منصفانه نیست که حرفها و بیانات و استاد را راجع به مکتب فکری بعضی از اشخاص و افراد بیان داشتن دشمنی با ایران و ایرانی تلقی بکنیم، که امیدوارم که ایشان هم این فکرشون رو در این فکر تجدید نظر بکنند. اینها چون هر کاری باید یک علتی داشته باشه. چرا یک ایرانی برخلاف منافع ایران و ایرانی باید صحبت بکنه؟ من یک ایرانی هستم و چرا بایستی که من برخلاف مصالح ایران یا برخلاف مصالح ایرانی ها سخن بگویم؟ اگر یک ایرانی جنایت انجام داد و من به عنوان دادستان اون زندانی رو تقاضا کردم این ایرانی رو به زندان بیاندازم، این کار خلاف مصالح ایران و ایرانی محسوب میشه یا اینکه این کار در جهت حمایت از عدالت محسوب میشه؟ منطق شما رو من قبول نمی کنم، ولی به هر حال در نظر دادن مختار هستید. سپاسگزاری میکنم از جناب فضیلت و آقای احمد رضا، علی رضا میپرسند که پس نوبت این پاسخ من کی میشه؟ الان چشم برمان. الله اکبر. جناب رحیمی میگویند که از وظیفه بیشتر بگو. وظیفه یعنی چه؟ محمد وفا با ما هستن سلام میکنند. وظیفه یعنی از این پایین شروع بکنیم. وظیفه یعنی ما در مقابل امتیازاتی که از جامعه میگیریم، در مقابل امکاناتی که از جامعه میگیریم، امکانات اضافی خودمون رو در اختیار جامعه قرار بدیم. یعنی اگر من نانوا باشم و جامعه کفاش باشه، جامعه کفش اضافیش رو میده، من به پا میکنم، من هم
نمیتوانم اینو بخونم. چی منظور نمیده؟ بله ببخشید، لغت تقیه هست. تقیه با ته دو نقطه است، رعایت بکنید. حالا بعضی وقتا از این فانتا رو که از فارسی به انگلیسی اینا برمیگردونن، اون دستگاه این اشتباه رو میکنه و اینها، و دو مرتبه اصلاحش بکنید، نگاهش بکنید. تقیه یک امری است که در مذهب شیعه به وجود آمده که توجیه دروغگویی رو میکنه، یعنی و به امام های ما هم نسبت میدن این رو، یعنی افترا رو و این دروغ رو و این جرم رو به بزرگان اسلام نسبت میدن، اهل تشیع. یعنی یک کسی برای حفظ مصالح خودش یا مصالح اسلام به قول اینها اقدام به دروغ بکنه، مجازه که دروغ بگه. تقیه یعنی جواز دروغ گفتن، در قرآن وجود نداره. مجتبی سحر یا سحر، سبحان الله، همه حرف های شما درست، حقیقت از قرار از قرآن مقدس آشکار است. استغفر الله، از انسان ها به خیر، از قرآن مجید. پس این صحبت تقیه. در مورد اینکه آیا اموری که ما انجام میدیم از قبل نقشه کشیده شده، یعنی خدا نقشه هستی رو کشیده، و اگر نقشه هستی کشیده شده، پس موضوع اختیار و مسئولیت بشر به چه صورتی در میاد؟ یعنی اگر که همه فعل و انفعالات و همه عملها و عکس العملها، کنشها و واکنشها، اگر همه اینها به وسیله خدا طرح نقشه شده و آغاز و پایان کار معینه، پس نقش بشر در این سیستم ساخته شده و پرداخته شده به چه صورت خواهد بود؟ و نقش اختیار در یک پدیده جبری چگونه عمل میکنه؟ این مبحثی که شما مطرح میکنید موضوعی است که از زمان فیثاغورس و افلاطون و ارسطو تا امروز ادامه داره و پاسخ قاطعی بهش داده نشده، این در درجه اول. اما در بعد قرآنی که من به موضوع نگاه میکنم، این برداشت من و اونچه که به خدمت شما جواب میدم، پاسخ میدم، به اندازه فهم من هست که راجع به موضوع دارم. من با اتکا با آیات قرآن این گونه میاندیشم که در سوره قدر اشاره میکند به این که این هستی در تبع از یک قانون واحد، یک قانون اساسی واحد، یک امر کل به وجود آمده، مثل یک خورشیدی که یک امر کل واحده، امور نیست، یکیه، ولی از این خورشید اشعه بیشماری ساطع میشه. کره‌ای در نظر بگیرید که مثل خورشید، از تمام سطح این کره نور افشانی میشه دیگه، فقط یه صفحه نیست که به ما نور بده، پشتش هم داره نور میده، بالاش هم نور میده، پایینش هم نور، کره است دیگه. این انوار بی حساب، حالا بگید تن مثلا 70, 80, 100, 1000 تریلیون شاخه نور وجود داره، اینها هر کدومشون یک قانون هستند، یک ضابطه هستند، ولی همه اینها ریشه در اون خورشید واحد دارن. یعنی اون نور خورشید این اشعه رو به وجود میاره، ولی همه این اشعه ها با وجودی که جدا هستن از هم، اگر نگاهشون بکنید اینا نچسبیدن به هم، هر کدومشون یک اشعه ای هستن مستقل که در ریشه به خورشید وصلن، ولی اینها همشون تابع یک نور هستند، یک انرژی هستند، یک قدرت هستند.
در قرآن میگوید که در مراحل مختلف خلقت به کمال میرسه و خدا وقتی به عدم نگاه میکنه و فرمان کن میده، میگوید باش، و بودن به وجود میاد، کن باش فیکون، پس میشود. همه چی در اون لحظه به وجود آمده و بعضی ها اون لحظه رو کسانی که علم فیزیک میدانند با بیگ بنگ مقایسه میکنند که بیگ بنگ هم از هیچی به وجود آمده دیگه. در قانون بیگ بنگ وقتی صحبت میشه، البته تئوری بیگ بنگ الان تقریبا رد شده، ولی خب حالا به هر حال تعریف اون تئوری رو میکنیم که در تئوری بیگ بنگ میگوید که این جهان هستی در یک نقطه ای از یک نقطه به وجود میاد، نقطه ای که نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع داره، نه رنگ داره، نه وزن داره، نه بو داره. یعنی چی؟ یعنی عدمه، یعنی هیچه. یعنی فیزیک اشاره به یک عدم داره میکنه بدون اینکه خودش متوجه بشه. تعصبات علمی نمیگذاره که حتی فیزیک هم حرف خودشو بزنه. میگه آقا این چیزی که نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع داره، این چه جور هستیه آخه؟ میگن هستیه دیگه. وقت میگن این هستیه مادی هم هست؟ میگن بله هست. بله، میگویند که اتاق فرمان که این پاسخ پاسخ شخص دیگری است، پاسخ این سوال کننده مربوط به کفار میشه. اون را عرض میکنم الان، اینم جواب میدم. اونم یک آقای دیگه سوال کرده بودن، مثل اینکه خانم دیگری. در قانون خلقت هر عکس العملی تابع یک عمله، هم عمل قانون داره هم عکس العمل قانون داره. یک مثالی میزنم برای شما، از این موضوع عبور میکنم. اگر جبر رو ما مثال بزنیم به سقوط روی زمین، یعنی قانون جاذبه زمین جبر هست، جبرم هست، یعنی هر چیزی که روی زمین قرار بگیره، این الان خودکار من که اینجاست اینو ولش میکنم، میفته زمین، این جاذبه زمین این رو جذب میکنه، این رو میگیم جبر به ساده ترین بیان. اما اینجایی که الان هست، این قانونی که الان این خودکار رو در دست من قرار داده و نمیفته، این قانون مقاومت در مقابل قانون جاذبه زمینه. اینجا زمینه، این دست چپ من روی زمینه، دست راست من این خودکار رو گرفته. قانون جلوگیری از سقوط یک جبره، خود سقوط یک جبره. اما اینکه من اینو رها بکنم، این اختیاره. این اختیار هم تابع قانون جبره. مثال دیگری که شاید یک کمی این موضوع رو آسان بکنه این است که شما در داخل یک هواپیما هستید. هواپیما از لس آنجلس حرکت میکنه به نیویورک. 5-6000 مایل چقدر حرکت میکنه؟ 4000 مایل راه میره. یک مگسی هم داخل این هواپیما هست. هواپیما به طرف شرق میره، مگس به طرف غرب میره. اختیار داره دیگه. ولی تا کجا میره؟ تا تای هواپیما میره. 50 متر حرکت میکنه. هواپیما چقدر حرکت میکنه؟ 4000 مایل حرکت میکنه. تای هواپیما با سر هواپیما از بیرون که نگاه بکنید فرق نمیکنه تو هواپیما چیکار میکنید. هواپیما داره به این جهت حرکت میکنه. اختیار ما در مقابل جبر بسیار کمه، اما همین اختیار هم تابع قانون جبره. ما برای اینکه خودمون رو با جبر مواجه بکنیم دارای اختیار هستیم. اما در مورد این سوالی که کفار رو بکشید، خیلی فکر کردم که ما چطور میتونیم به این پاسخ بدیم، به این سوال، جز اینکه همه آیه های قرآن رو که در این آیه ها از واژه
کفر استفاده شده، کفره ریشه این لغت هست. اینها رو از قرآن استخراج کنیم. همه واژه هایی رو هم که از ریشه حربه جنگ کردن، محاربه کردن در قرآن هست، اونها رو هم بیاریم بیرون. همین کاری که الان درباره حقوق داریم انجام میدیم، احوال شخصی انجام میدیم، و بعد ببینیم که قرآن در مورد کافر و در مورد حرب، در مورد محاربه چی نظر داده. این دوتا رو در کنار هم قرار بدیم و بعد در مورد این کار بحث و گفتگو بکنیم. هرچی فکر کردم که من پاسخ شما رو در یکی دو جمله قاطع بدم، اون وقت پاسخ ملایی میشه، پاسخ آخوندی میشه، پاسخ مستدر نیست. اون وقت من حرف زدم نه قرآن، و شما سوالتون از قرآنه نه از من. شما از قرآن سوال میکنید، از خدا دارید شما سوال میکنید، از قرآن خدا دارید سوال میکنید که آقای قرآن شما گفتی که کافر رو بکشیم، یا شما نگفتید که کافر رو بکشیم. اما امروز برای اینکه بدقولی هم کردیم با شما و شرمندم هستم از حضورتون، قانون اساسی قرآن رو در ارتباط با عرض میکنم که کافر برای شما میخوانم، و فکر میکنم که شاید تا حدودی کمک باشه تا بعداً به اون ترتیبی که عرض کردم با اون سیستم من پاسخ شما رو بدم. آیه شما، سوره شماره 109، سوره کافرون: قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافرون، بگو ای کافرها، بگو ای کافران. پس روی سخن در اینجا با کیست؟ با کفار، کفاری که باید سرشون رو ببرن. هر جایی دیدین دیگه، هر جایی که دیدین باید سرشون رو ببرن. الان داره به پیامبر و به همه کسانی که مخاطب قرآن هستن، نه فقط پیامبر، هر کسی که قرآن رو میخونه، قرآن داره به اینها دستور میده که رابطه شما با کافر باید این چنین باشد. یعنی این قانون اساسی و دستور العمل مقابله و معاشره با کافر هست، و این از همه قواعد قرآنی، چون قانون اساسی این در شرایط کلی بالای همه قوانین مشروط قرآن قرار داره، که اونها همش در حالتهای مختلف حکم میکنن. این در هیچ حالتی حکم. این فقط در مقابله با کسی که از نظر عقیدتی کافره، هیچ کاری نکرده ها، توجه میکنید؟ یعنی با کفر عقیدتی قرآن داره اینجا تعامل میکنه و برای ما تشریح میکنه که وظیفه ما در مقابل کفر عقیدتی چیه. بقیه آیات قرآن کفر رو به صورت خالص نشان نمیده، یا کفر رو در میدان جنگ نشان میده، یا در حالت حمله نشان میده، در حالت دفاع نشان میده، در حالت فرار نشان میده، در حالت توطئه نشان میده، در حالت نقض عهد قرار میده. یک وقتی که کافر به شما حمله کرده، یک وقتی که شما در مقابل کافری که بهتون حمله کرده دارید دفاع میکنید، یک وقتی کافر در دفاع از حمله متقابل شما ایستادگی میکنه، یک وقت کافر شروع به فرار کردن کرده، یک مرتبه کافر با شما عهد بسته که دیگه من کاری نمیکنم، من جزء شما هستم، عهدش رو شکسته، یک وقتی کافر به شما ایمان آورده که من مسلمان شدم، من میخوام بیام تو ارتش خدمت بکنم، اومده تو ارتش، خیانت کرده، جاسوسی کرده، خبر رو برده بیرون، لشکر رو علیه شما تحریک کرده، از نقاط ضعف شما استفاده میکنه، از در دیوار تیر و تفنگ میباره و شما پیدا میکنید که این کاری کرده. در انواع و اقسام شرایط مختلف کافر رو قرار میده و در هر موردش یک حکم صادر میکنه
که در کدام یک از این مواضع این کافر قرار داره. و در اونجا که این صحبت ها میشه باید دقت کرد که کافر رو در چه شرطی قرآن داره دربارش حکم صادر میکنه. اون حکم رو ما معمولا فراموش میکنیم، فقط کافر رو در نظر میگیریم. شما ببینید در زمانی که کافر 20 سال کافر زندگی پیامبر رو بر باد دادن، تمام جوانیش مصروف فرار و مبارزه با اینا شد. 20 سال از 23 سال نبوت او، 20 سال شوخی نیست، تقریبا 95% از سن و عمر بعثت خودش رو اون وقتی که در مکه بود 10 سال اول 84 نفر مسلمان شدن. فشار رو ببینید چقدر زیاد بوده، جرأت نمی کرده کسی مسلمان میشه از وحشتی که فئودال ها ایجاد می کرده. بالاخره هم قرار میشه بکشنش، هم خودش رو هم ابوبکر رو، چون اینها از قدرت معنوی بسیاری برخوردار بودن و مردم به اینها اطمینان داشتن. رسول اکرم که خب پیامبر بوده، ابوبکر هم خب یک شخصیتی بوده، یک شیخ ریشسفیدی بوده که همه ثروت و دارایی خودش رو برای اسلام مصرف میکنه و صدقی داشته، چنین بوده چنان بوده. به هر حال این دوتا مزاحم بودن، هم پیامبر هم ابوبکر، بیشتر از دیگران، بیشتر از علی، بیشتر از عباس، بیشتر از عمر. اونها مزاحم بودن ولی این دوتا خیلی مزاحم. منظور این که آخرش قصد جان اینها رو میکنن که اینها سر به کوه و بیابان میذارن، یعنی ترجیح میدن که شب در غار بخوابن با مار و مور و عقرب و پلنگ و گرگ و همه اینها و از دست اینها فرار کنن. انقدر سخت بوده دیگه، چقدر 10 سال 12 سال 13 سال در تبعید بر میگردن. بالاخره یهودی ها مسلمان میشن، اینطور میشه اونطور میشه، لشکر درست میکنن، بر میگردن حمله میکنن به مکه. انقدر قدرتشون زیاد بوده که وقتی به مکه میان ضعف قدرت نداشتن، تا دونه آخر کفار مکه رو میتوانستن بکوشن، تا دانه آخر رو. ها جنگ سر چی بوده؟ جنگ سر این بوده که از خانه کعبه بیاید بیرون، بیت الحرام رو تخلیه بکنید و تسلیم بشید، به خاطر اینکه بیت الحرام رو اشغال کرده بودن و بیت الحرام محل عبادت مسلمین بود، مسجد الحرام اونجا دیگه مسجد مسلمین قرار بود باشه و اونها مسجد مسلمین رو بتخانه کردن، مسجد ابراهیم اونجا دیگه. یعنی انقدر هم دعوا مهمه، ولی وقتی که لشکر محمد، لشکر اسلام میرسه به مکه، قبل از اینکه لشکر به مکه برسه همه دستا میره بالا، همه میگن ما تسلیم محض هستیم، ما نمی جنگیم، بیا ما رو بکش. تو آدم تسلیم هم میکشی؟ حالا 20 سال بدترین جنایت ها رو به این محمد کردن، 20 سال شب و روز زندگی رو به این آدم سیاه کردن. یعنی دیگه آدم از این انتقام جوتر، عصبانی تر که انتقامش توجیه میشه، اگه سر همه این کفارم میبرید کار درستی کرده بود. زندگیش رو برباد دادن 20 سال. اون حالت وقتی بر میگرده به مکه و اینها تفنگهاشون رو زمین میگذارن، اونا هم تفنگهاشون رو زمین میگذارن. توجه میکنید؟ یعنی به محض اینی که قریش متجاوز جنایتکار، کفار جنایتکار جنگی که 20 سال تجاوز کردن به محمد، تفنگشو میذاره زمین، تا تفنگشو میذاره زمین محمد هم به لشکرش میگه تفنگتونو بذارید زمین، تسلیم شدی ما دیگه دفاع نمی کنیم، ما هجمه نمی کنیم، ما هجوم نمی بریم، ما تهاجم نمی کنیم، ما دفاع میکنیم، ما مشغول دفاع بودیم، شما حمله رو متوقف کردید، تفنگا رو گذاشتید زمین، ما هم میگذاریم زمین. از بینی یک نفر در تاریخ میگه در این حمله لشکر محمد به مکه در دفاعی که میکنن،
دفاعی که 20 10 سال پیش بیرونشون کرده بود برمیگرده. یک نفر از بینیش خون نمیاد از این کفار. البته تعداد زیادشون مسلمان میشن. تعدادشون هم بوده مسلمان نمیشن. و برای اون جنگ جویان حملوری که مسلمان نمیشن مقرراتی گذاشته میشه که درسته که شما مسلمان نیستید و اجازه ندارید که در ارتش داخل بشید، به خاطر همین که نشون دادید که نمیشه به شما اطمینان کرد، ولی این دلیل بر این نمیشه که ما بریم بجنگیم، خون خودمون بریزیم که برای تو سرمایه ایجاد بکنیم و امنیت ملی ایجاد بکنیم. مالیات باید بدی بیشتر از اون یکی هم که جانش رو میذاره. یه جانت رو نمیذاره، اقلا پولت رو بذار. بالاخره توی مملکت داری زندگی میکنی دیگه، امنیت تو رو من تأمین بکنم؟ تو چی؟ تو که اجازه نداری تو سربازی دخالت بکنی، برای اینکه خائن هستی. هر جایی که بذارنه تمام اسرار رو برباد میدی، نمیکشمت، برو برای خودت هر زندگی، ولی باید مالیات بدی. من حقوق این سربازی که میره میجنگه خونش ریخته میشه از کجا بدم؟ این سرباز خون خودشو بریزه زندگی تو خائن رو اداره بکنه؟ نه خیر، باید جزیه بدی، نه خیر باید پول بدی، نه خیر باید مالیات بدی. ولی هیچ گردن اینها رو نمیزنه. حتی وقتی که خانه کعبه رو خالی میکنن، اینا رو بیرونشون میکنن، هیچ کدومشون رو نمیکشن. حتی به اینها اجازه میده که شما میتونید برگردید به خانه کعبه، مشروط بر این که اونجا بت پرستی نکنید. میخواید برید اونجا ببینید، عبادت بکنید، عبادت بت پرستی نمیشه بکنید، اونجا بتخانه نیست. از اول هم سندش مال ابراهیمه، مال شما نیست. اگه مال شما بود میدادیم به شما، برو بر خودت یه جای دیگه بتخانه درست بکن. اینجا سند قبلیش دست ابراهیمه، تو رفتی خانه ابراهیم رو تبدیل به بتخانه کردی، برو بیرون از اینجا. یک نفر، این بزرگترین اتفاق تاریخ زندگی بشره که در مهیبترین و طولانی ترین جنگ ها که 20 سال دفاع طول میکشه، تا اون زمان یک نفر در دفاع کشته نمیشه. خب اگر قرار بود که ما کافر رو هر جا ببینیم، همه جمعیت مکه کافر بودند، بعدم تعداد زیادشون کافر مسلمان نشدند همطور که عرض کردم. پس محمد همه اونها رو بنا بوده میکشته و کشته، تاریخ میگه نکشته. پس محمد خلافکار بوده، یعنی خدا گفته سر کافر رو ببر، محمد گفته من نمیبرم. اینها چیزهایی است که میخوام به تفصیل صحبت بکنم. کافر رو در مواضع مختلف با احکام مختلف قرآن مورد قضاوت و مورد عمل کرد قرار میده. آیا مهاجمه؟ آیا مدافع؟ آیا فراریه؟ آیا در آتش بس به سر میبره؟ آیا مشغول خود و نیرنگه؟ آیا مشغول جاسوسیست؟ مشغول خبر دادنه؟ آیا به دروغ و خیانت وارد اسلام شده؟ اکتساب خبر کرده رفته بیرون؟ ما کافر مشروط حکم مشروط داره، کافر غیر مشروط حکم غیر مشروط داره. این حکم غیر مشروط برای کافر عقیدتی است، کافری که هنوز عقیدش وارد فعل نشده، یعنی فعلیت در عقیدش نیست. کافرم، مشرکم، میخوام مشرک باشم، ببر باش. هنوز فعلیتی در این عقیده مداخله نکرده. این آیه‌ای که میخوام بخوانم عبارت است از آیه ای که در واقع برخورد و تعامل قرآن رو با کافر عقیدتی نشان میده، نه کافری که عقیدش به فعلیت کشیده شده باشه. چون اگر عقیدش به فعلیت کشیده باشه، فعلیتش اندازه گیری میشه. چه فعلیتیه؟ فعلیت صلح، فعلیت جنگ،
دفاع، آتش بس، خیانت، اون عملش مورد قضاوت قرار میگیره. البته یه وقت میبینید که میگن چه کار کرده، میگن کافر حمله کرده. و چون کافر حمله کرده ایرادی نداره، نه حمله کرده، حالا میخواد هر چی باشه، کافر یا غیر کافر، حمله کرده به خونه شما، باید دفاع بکنی. اون آیه ها رو باید یکی یکی بخوانیم. یه در میدان جنگه، دو دفعه سه دفعه باهاش آتش بس دادی، قرارداد امضا کردی که آقا به ما حمله نکن، درست؟ بیرونش کردی از مملکتت، رفتی بخوابی، میبینی شب اومده پلو زنت خوابیده، میبینی دخترت تو دوزیده برده، میگه آقا مگه من آتش بس ندادم؟ مگه من به تو اعلام صلح نکردم؟ مگه نگفتیم که تا ماه دیگه ای که دوران این ماه های جنگ تمام میشه و چنین میشه و چنان میشه بعد بشینیم صحبت بکنیم؟ این دو ماهه به هم حمله گفتم یا نگفتم؟ و چرا حمله کردی نصف شب به من؟ آخه ببخشین اشتباه شده، این سربازه فضولی کرده، دیگه نمیکنم این کارو. باز میری میخوابی، دو ساعت دیگه شروع شد. آره این دفعه میگه بلند شو، بلند شو دنبال این کافر را بیفت، هر سوراخی که رفت بکش بیرون بکشش. نه قرآن تعارف نداره، منم وکیل قرآن نیستم، قرآن رو هم عوضی ترجمه نمی کنم. آره میگه برو بگردش، بگرد پیداش کن، با خشونت بکشش. اما هر کافری رو که هر جا دیدی برو از سوراخ بیرون بیار با خشونت بکش. این درسته که در مورد قرآن چنین حکمی بکنیم؟ تمام مشروطیت ها رو کنار بگذاریم، تمام قواعد مشروط رو کنار بگذاریم و حکم مطلق در امر مشروط صادر بکنیم، این مردانگی است؟ اما وقتی که راجع به عقیده صحبت میکنیم، نه راجع به عمل کافر، این حکم قرآن است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بگو ای کافران، دیگه اسمشون هم گفته، من نمیگم، اون قرآن میگه. بگو ای کافران، من نمیپرستم آنچه را شما میپرستید، من عبادت نمی کنم آنچه را شما عبادت می کنید، من از خدا عبادت می کنم، به خدا عبادت می کنم، شما به بت‌ها عبادت می کنید، من به بت‌های شما عبادت نمی کنم، شما هم به خدای من، به معبود من عبادت نمی کنید. اول معرفی کنیم که شما کجایی، من کجام. شما نیز عبادت نمی کنید آنچه را که من عبادت می کنم، من عبادت نمی کنم آنچه را تو عبادت می کنی، من معبود تو را نمی پذیرم، من عابد معبود تو نیستم، تو هم عابد معبود من نیستی. کاملا مشخصه دیگه که اون کجاست، من کجا هستم. و نه من آنچه را شما پرستش کرده اید میپرستم و نه شما پرستش میکنید آنچه را که من میپرستم. چهار مرتبه تأکید کرده از چهار جهت مختلف. نتیجه بیا جلو سرتو ببرم، نیست؟ چون کافری. بنابراین لکم دینکم، دین شما مال شما، دین شما مال شما، دین شما برای شما، دین من برای من. توجه داشته باشید که کفر، تشکر میکنم دعا فرمان، توجه داشته باشید که اون چرا که قرآن کفر خطاب میکنه، کفر یک اسم جنریکه، کفر یک اسم کلیه که چند شاخه داره، مشرک هست، ملحد هست،
منافق هست، ملحد هست، مرتد هست، منافق هست، مشرک هست و مبدع، بدعت گذار، از خودش دین درست میکنه، الحاد، فحش دادن به دین، به مقدسات دین، ارتداد، مرتد شدن، آمده در ارتش خبرچینی کرده رفته بیرون، میگه تا دیروز من فکر کردم دین خوبی، اتفاقا الان که این اخبار گرفتم فهمیدم بده، به این بهانه میره بیرون. همه اینها، این پنج طایفه، جزء یک اسم جنریکی به نام کافر در قرآن خوانده میشه. به یک آدمی که مبدع، دینساز، مخترع دینه، مشرک، ملحد، حرف مفت بزنه، مرتد، خیانتکار، منافق، دروغه و بعد دروغگو، کافر دیگه، میپوشانه همه حقایق رو، اینو میگه چیکارش کن؟ این قرآن دیگه، اینی که من اختراع نکردم، این قرآن دیگه. میگه اینو چیکارش کن؟ میگه کفر تو رو به عنوان دین نامه، نه اینکه بپذیرم، به نام دین میپذیرم، اینم دینه، دین کفر دیگه، دین ارتداده، دین بدعته، دین فحش و ناسزاست، دینه، دینه، قبول کردم، به رسمیت شناختم، قبول نکردم، به رسمیت شناختم که اسم این کارهایی توی که میکنی دینه، ولی دین تو بردار ببر برای خودت، منم با دین خودم تنها بگذار، نه زن و بچهش رو اسیر میکنه، نه چنین کاری کرده. در مورد قسمت دوم سوالتون، اینا رو مقدمه به عنوان شیرینی خوردن نامزدی تلقی بکنید که هنوز به قطعیت نرسیده، کار و قرارداد نرسیده، اونا رو مفصل توضیح خواهم داد. شما توجه داشته باشید که من مبلغ قرآن نیستم، در بعضی از ایمیلایی که به من می‌نویسن عالی جناب چنین چنان مبلغ قرآن، من خدا نکنه که من مبلغ قرآن باشم، وای به حال اون قرآنی که من تبلیغ کنندش باشم، من ممکنه که شارح قرآن باشم، تشریح کنم، باز کنم، از خودم چیزی اضافه نمی‌کنم به قرآن، زوایای تاریکی رو که دیگران ممکنه نمی‌بینن من با یه چراغ قوه روشن می‌کنم، به شما میگم ببین اینجا رو، این چراغ قوه رو می‌بینی، این متنم میبینی، اینجاشو ندیدی شما تا حالا، اینجا رو هم نگاه، همین کار من همینه. من قرآن ساز نیستم، تبلیغ قرآن هم نمی کنم، خود پیامبر خدا بهش میگه اجازه وکالت نداری، دلت برا من نسوزه، کلام خدا رو خواهش میکنم به پیغمبر میگه حفاظت نکن، من خودم حفاظت میکنم، تو امر به معروف بکن، همون کاری که گفتن بهت بکن، از خودت فضولی نکن دیگه، کار اضافی بکنی، میگم این قرآن رو تشریح کن، امر به معروف بکن، بگو چشم برو تشریح کن، فحش میدن بدن، فحش نمیدن ندن، به تو مربوط نیست، قرآن میسوزونن و بسوزونن، از اون طرف برو. یکی از اشکالات بزرگ من در زمان سلمان رشدی با آقای خمینی سر همین بود که به شما چه مربوطه که به پیامبر توهین کرده یا به خانواده پیامبر توهین کرده، مگه تو وکیل پیامبر هستی آخه؟ چند میلیارد دلار ضرر اقتصادی به ایران وارد کرد سلمان رشدی در اثر این تصمیم نابخردانه یا آقای خمینی، و چطور ایران رو ایزوله کردن از نظر سیاسی اقتصادی از همون زمان به واسطه وجود همین آقای سلمان رشدی و آقای خمینی، که آقا به پیامبر توهین کرده، توهین کرده که کرده، به تو چه مربوطه؟ به پیامبر مگه خدا نمیگه به کار مردم کار نداشته باش؟ به تو گفته آقای خمینی که به کار مردم کار داشته باش، چون ولایت فقیه هستی که ایران رو به این روز انداختی؟
الان بیشتر به پیامبر اسلام شب و روز در دنیا توهین میشه، هزار برابر هر روز بیشتر از سلمان رشدی به رسول اکرم توهین میشه در دنیا. تو باعثش بودی، پس چرا الان کسی صداش در نمیاد؟ کسانی الان تو دنیا هر روز و هر شب به رسول اکرم از زمین و هوا فوش میفرستند که یک کدام از این فوشها رو سلمان رشدی نداده به پیغمبر. چرا الان خفقان مرگ گرفتید حرف نمیزنید؟ اگه شما تعصب محمدی دارید، دست بردارید از این تئاترهای مسخره، دست بردارید از این دست نشانده بودن غرب، دست بردارید از این تئاترهای مسخره، از شیطان بزرگ و کوچکی که درست میکنید در این خیمه شب بازی ها. دست بردار. منظور این که امروز شما وقتی نگاه میکنید به زندگی کفار و به نقش اسلام نگاه میکنید در مقابل اینها، فکر میکنم من بیشتر باید که در این مورد برای شما صحبت بکنم. یک موضوعی که در این سوال شما باقی میمونه، رابطه دفاع در مقابل هجمه کفار با اسرای جنگی است. تحت هیچ عنوان، حتی در اضطرار، شما ببینید در اضطرار نسبت به صیانت ذات، مثلا گوشت خوک خوردنش مجاز نیست برای مسلمان، ولی شما گوشت خوک رو هم میتوانید برای حفظتون، اگه ببینید دارید میمیرین از گرسنگی، گوشت خوک هم بخورید، حتی گوشت مردار بخورید. یعنی دو نفر این سفر میکنید، یک تون میمیره یه جزیره ایه، هیچ چی نیست بخورید، یکی از گوشت مرده اون رو بخورید که نمیرید. این میگیم اضطرار. در مورد زنا و نکاح اضطرار وجود نداره، یعنی ما چیزی به نام اضطرار نکاحی نداریم که اگر که اضطرار بود شما زنا کنید تا بعدن نکاح کنید. مثلا شما با یک زن شوهردار در یک جزیره هستید، 6 ماه اونجا هستید، این زنی هم ندارید، نداشتید، زنتون هم دور از شما و احساسات غریب جنسی به شما حمله کرده و اینطور کرده و اونطور کرده، خب اضطرار جنسی دارم، برم پر این زن شوهردار بخوابم. اون اضطرار ما نداریم. تحت هیچ عنوان، به هیچ دلیلی، به هیچ منظوری ما اجازه زنا نداریم. این حکم قانون اساسی قرآنه. حالا این قانون اساسی رو میبریم به جبهه، ببینیم ما با زن اسیر میتوانیم زنا کنیم یا نه، ما با کنیز میتونیم زنا کنیم یا نه. همه کسانی که دو دسته هستند، کسانی که این تعبیر و تفسیر رو از قرآن میکنند، یه مش کسانی هستند که خودشون زنازاده و زناکار هستند و از طریق زنا نان میخورن و فعل زنا رو میخوان آزاد بکنن که خودشون هم زنا بکنند. ملاهایی که هم زنا میکنند هم زنا میدهند. چجوری زنا میدهند؟ حاج آقای بازاری میخواد زنا بکنه، میگن آقا شما این اسیر جنگی، بیا زنا کن. در این حمله های داعش و اینها، یک پسری در سوریه خانش در یک کوچه ای بوده که سر این کوچه یک دختری زندگی میکرده، این پسرم تای کوچه زندگی میکرده. اینو توی روزنامه چه مجله نمیدونم، حالا مجله فرانسوی بود، داستانش رو نوشته بود که این پسره این دختره رو دوست داشته یا دوست نداشته، یا هر مرگیش بوده، مزاحمش میشده، دنبالش بوده، حرف میزد یا هر کاری میکرده، تقاضا میداده، جنگ میشه و داعش درست میشه و این پسره میره عضو داعش میشه. و موضوع برخورد و تعبیر و تفسیر اسارت و اینها در قرآن میشه و موضوع جهاد و نکاح و این مسائل مطرح میشه. معلمین این پسر بهش یاد میدن
که اگر شما اعلام بکنی که من دشمن هستم، با شما در حال جنگ هستم، قانون جنگ اینه که اسیر، اگر اون طرفو بگیری اسیره، و بعد اگر اسیر بود مشامعت با او احتیاج به نکاح نداره، و بعد از اینکه بهش تجاوز کردی این رابطه جنسی هم که ایجاد شده ادم نداره. شما هر باری که رابطه جنسی انجام میده مردی با زنی، اگر مرد با رابطه جنسیش رو بخواد عوض بکنه، زن پارتنر جنسی خودش رو عوض بکنه، حالا یا شوهر یا هرچی، اون دومی نسبت به اولی باید حداقل 100 روز فاصله زمانی داشته باشه. ولی در مورد تجاوز یا تمتع از اسیر تو قانون داعش و قانون بسیاری از فرقه های اسلامی زمان نداره، یعنی عده نداره، یعنی میتونید شما به این دختر تجاوز بکنید، اسیر دیگه بفروشیدش که دیگه همون وقت بهش تجاوز بکنه، احتیاج به عقد و نکاح نداره. دین اونها رو دارم تعریف میکنم. این پسره میره در خونه دختره و در میزنه، دختره میاد، تا میاد دم در دست و پاشو میبنده و با دوستاش میبرنش، بهش هم اعلام میکنه، میگه ببین من مسلمانم، الان بین ما و شما جنگه، یعنی سر کوچه با تایی، این داستان شوخی نیست، این خون باید آدم گریه بکنه که ما با این قرآن چه کردیم. پیش دختره رو میبرن و هم پسره بهش تجاوز میکنه، هم دوستاش تجاوز میکنن، و بعد هم میبرن میفروشنش، به پاش زنگ میبندن، میگن ما سنت پیغمبر رو باید انجام بدیم. در زمان پیامبر اینا پا برهنه بودن، زنگ به پاشون بوده، حالا ما همون کارا رو میکنیم و یه تختی درست میکنن و دختره رو میبرن اون بالا و اعلام حراج میکنن که کی اینو میخره و میفروشنش، چون میخوان سنت پیغمبر رو انجام بدن. ما در همه قرآن یک بار این امر رو نداریم، و در سراسر قرآن هر نوع زنایی رو منع میکنه قرآن. اما قانونی که در قرآن وجود داره و مستمسک این برداشت شده این است که در آیه شماره 22 و 23، آیه های 22 و 23 سوره نساء، محارم در امر ازدواج معرفی میشه که شما با خواهرتون نمیتونید، نمیدونم با عمتون، با خالتون، با اینا نمیشه ازدواج کرد. با این عده میشود ازدواج کرد، مثل دختر خاله، پسر خاله، نمیدونم دختر عمو، چی چی از این حرفا. حالا میخوانم برای شما. تعبیری که از این آیه میکنن این است که هر کدام رو که گفته به شما حلاله، یعنی شما برو با اون فعل جنسی انجام بده، یعنی برو با اون جماع بکن، چون گفته حلاله دیگه. مثلا در قرآن گفته که خواهرت، مادرت، عمت، اینا به شما حرامه برای ازدواج، دختر خاله آزاده، ها پس برو دختر خاله تو ببین کجاست، بزنش زمین، بپر روش. قرآن گفته دیگه، گفته آزاده آقا، این قرآن گفته آزاده. با همین حربه ضعیف و خفیف در مورد دختر خاله و دختر عمه این حرف رو نمیزنن، ادامه پیدا میکنه از آیه 22 به آیه 23 که کسانی که با اونها نمیشه ازدواج کرد و کسانی که میشه ازدواج کرد، یعنی اینها مجاز به وارد شدن به قرارداد ازدواجن. مگه شما با همه مردم دنیا، با همه دخترای دنیا که مجاز به ازدواج هستین ازدواج کرده محسوب میشید؟ یعنی شما با هر دختری که معارض نداشته باشه در دنیا اجازه دارید بغلش بخوابید؟ بخوام منطق رو نگاه بکنید، منطقی که این سر آدم رو بعد کند زدش به سیمان، دیوار سیمانی از دست این ملا. میگه آقای ملا در قرآن نوشته که شما جزء کسانی که مجاز به نکاح با او هستی یکشم دختر خالته، این معنیش چیه؟ یعنی دختر خالت زن توه؟ یا یعنی میتونی از این خواستگاری کنی، اونم میتونه قبول کنه، میتونه قبول نکنه؟ از نظر ظرفیت و از نظر
ظرفیت قانونی یا از نظر اهلیت ایرادی ندارید، اگر سایر شرایط مهیا باشه. با این مقدمه میرسه قرآن به جایی که میگه اگر کسانی که با شما نمیشه باشون ازدواج کرد، یکیش هم زن شوهر داره، مثل مادرت، مثل خواهرت، مثل چنین، مثل چنان، مثل زن شوهر دار. الا این الا رو گرفتن از اینجا به بعد میگن در اسیر جنگی احتیاج به ازدواج نداره، اسیر جنگی مال توه، کالاست، بپر رو شهر و خواستی. میگوید زنهای شوهردار بر شما حرام است مگر زنی که در اسارت شما وجود داشته باشه. خیلی خوب، حالا این زن رو شما گرفتید، اسیر شده، گفته به این زن تجاوز مجازه یا ازدواج مجازه؟ پاسخ هرچی که بود، نگفته تجاوز. در سراسر قرآن به شدت با تجاوز یعنی با زنا منع شده بشر، به یکی از جنایات محسوب میشه زنا. زنا از جرمای خیلی شدیده در قرآن. چطور میشه قبول کرد که قرآن به کسی گفته برو زنا کن؟ آخه میگوید این زنی که شوهر داره و در اسارت تو هست، این زن قابل ازدواجه با وجودی که شوهر داره. حالا این قابلیت این زن برای ازدواج، من میخوام شما چند تا جواب به من بدید ببینم من مطلب رو توانستم تفهیم کنم یا نه. اجازه ازدواج داره یعنی چی؟ میگه زن شوهردار اجازه ازدواج با غیر نداره الا زنی که در اسارت باشه. این زنی که در اسارت است و دارای شوهر است، این زن حق ازدواج داره. خوب توجه بکنید ببینید که ملا چه برای سر مردم آورده. میگه این زن اسیری که در اسارت حق، 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 حق ازدواج داره. زن شوهردار چطور میتونه حق ازدواج داشته باشه؟ پس تا اینجا ما میبینیم که این راجع به اون زن داره صحبت میکنه، نه تو. تویی نیستی اینجا اصلا. داره راجع به اون حق زن شوهرداری که در اسارته، یک زن شوهرداری که بیرون اسارته اجازه شوهر کردن دوباره نداره. اون زنی که در اسارته حق، 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 حق ازدواج داره. پنهان هم نمی کنیم قرآن، ما هم نمیتونیم پنهان کنیم، نوشته تو قرآن، چجوری پنهان کنیم؟ اصلا نباید پنهان کرد، تعبیر و تفسیر هم نداره. اما یک قانون دیگه ی قرآن رو ما بررسی میکنیم که زن چه وقت میتونه ازدواج بکنه؟ وقتی که شوهر نداشته باشه، یا اگر شوهر داره مطلقه باشه. اون وقت به این نتیجه میرسیم که وقتی یک زنی اسیر میشه، مثلا شوهرش کافره، شوهرش مشرکه، این زن باید در میدان جنگ باشه تا اسیر بشه، یعنی باید جزو جنگنده ها باشه. کسانی که بیرون جبهه جنگ هستن که در دفاع، شما نمیرید خونه مدافع خونش رو خالی بکنید، زنش رو بردارید بیارید این بر اسیر کنید. میدون جنگ که هستن اسیر میگیرن. حالا یا شوهرش کشته شده، یا شوهرش فرار کرده، ناپیداست، شوهرش نیست، معلوم نیست کجاست، ممکنه مرده باشه، ممکنه زنده باشه. این زن رو که در اسارت گرفتید اجازه داره، نه اینکه مجبور باشه. ملاحظه بکنید که ملا چه کرده ما مردم که جواز رو با جبر اشتباه کرد. اشتباه که نمی کنه، مخصوصا این کار می کنه. به این زن اجازه داده شده. مگه همه زنهای آزاد دنیا که به صورت طبیعی اجازه ازدواج دارند مجبور به ازدواج هستند؟ یعنی خانم شما چون اجازه ازدواج داری مجبوری بیای زن من بشی؟ میگه مردی که دیوانه ای تو مگه؟
میگم خب خانم آخه شما اجازه ازدواج شوهر دارین؟ نخیر. بالغین؟ بله. عیب دیگه هم دارین؟ نخیر. میتونین ازدواج کنید؟ بله. زن من میشی؟ نخرس، نمیشم. نه چون شما اجازه ازدواج دارید از نظر اسلام باید بیاید زن من بشید. همچی چیزی هست مگه؟ اونم که تو زندانه اسیر شماست همینه. دو حالت داره، یا میگه شوهرم مشرک بود منم مشرکم و تا وقتی که جنگ تمام بشه منو آزاد میکنین برمیگردم میرم. چون شما اسرا رو باید آزاد بکنید، دارید دفاع میکنید، شما حمله نمیکنید. دفاع که تمام شد، امنیت برقرار شد، اسرا رو باید آزاد بکنید، تمام میشه. حالا مشرک کافر هرچی هست برای خودش هست، شوهر داره نداره. یک وقتی هست که این زن اعلام میکنه که من شوهرم مشرک بوده، نمیدونم زنده است یا مرده، ولی فرقی نمیکنه چون اگرم زنده باشه من الان میخوام مسلمان بشم. اجازه داره یا شما اجازه نمیدید آقای مولا؟ میگه من میخوام مسلمان بشم. طبعا وقتی که مسلمان بشه زن مسلمه نمیتونه با مرد مشرک در تماس در قانون نکاح باقی بمونه. قانون به این زن اجازه میده که بدون حکم دادگاه مستقیما و مستقلا خودش رو مطلقه بکنه، بگه من بی شوهر هستم. چون اگر ادامه به شوهرداری بده حتی در لفظ زناکار محسوب میشه، چون این مسلم اون مشرک، نمیتونه اینا با هم دیگه ازدواج بکنه. حالت بعدیش اینه که این میگوید که من مشرک هستم اصلا، ولی نمیدونم شوهرم زنده است یا مرده است یا هرچی. من میخوام از قانون اسلام استفاده بکنم، خودم رو مطلقه بکنم. قانون این طرف جبهه اجازه میده که این خودش رو مطلقه بکنه. حالا شده زن آزاد. زن آزاد که شده تصمیم میگیره که مسلمان بشه یا نشه. اگر مسلمان شد با این غلام علی خان ازدواج بکنه یا نکنه. اون قانون قرآن که به وسیله ملا یه همچین طعمه‌ای که گیر میاره دیگه ولکن نیست که، چون مرتب این رو امروز هم روی هر کسی که اسم اسیر بذارن زنایی باش آزاده. میخواستم یک چیزی بگم، توی تلویزیون هم ما خیلی حرفا میتونه که بار حقوقی داشته باشه، همینا فردا برنشن ما رو تعقیب بکنن منو بندازن زندان. ولی من فکر میکنم که بدترین مجازات ها بایستی که شامل حال این حیوانات ناموس وحشی بشه. در مورد ادامه مطالبی رو که سوال کردید، همونطور که عرض کردم همه آیه های قرآن رو درباره کفر و همه آیه های قرآن رو درباره حرب استخراج خواهم کرد و در بخش بعدی برنامه وقتی حقوق بشر در اسلام تمام شد اون مبحث رو آغاز میکنیم. این رو یادداشت کردم، امیدوارم که این پاسخ در حال حاضر کفایت کرده باشه تا بعدن بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. آقای رسولی می نویسند که در ارتباط با فتوحات اسلام در زمان چهاریار پیامبر که اکثراً در نتیجه جنگ‌های تهاجمی صورت گرفته که بر اساس احکام قرآنی جنگ‌های تهاجمی جنایت است یا حداقل در مخالفت با قرآن صورت گرفته است، آیا آن شهریار تفسیر قرآن را درست نمی‌فهمید یا از قرآن تمرد نمودند؟ ما در تاریخ جنگ های خلفای راشدین اختلاف بسیار داریم. مهمترین مورد اختلاف درباره جنگ ها
درباره خلیفه دوم عمر فاروق است که یک سری از گزارشات تاریخی اشاره میکند به تجاوز عمر، یعنی وقوع جنگ در شکل تهاجمیش از طرف فرماندهی کل عمر فاروق بود، یعنی او رو در شرایط تهاجم قرار میده. و نوع دیگری نگرش به تاریخ او رو در مقام تدافعی قرار میدهد، اما چون نه پیامبر معصوم بوده، نه ابوبکر، نه عمر، نه عثمان و نه علی، هیچ، این سوال شما یک بحث تاریخی غیر مرتبط به قرآنه. یعنی اگر به فرض محال هم اصلا عمر علاوه بر خطاکار بودن، فردا بگن که هم علی هم عمر هر دوشون جنایتکار بودن، تأثیری در قرآن ایجاد نمی کند. قرآن مستقل از علی است، قرآن مستقل از عمر است. اما از نقطه نظر کسانی که به خصوص ایرانی هایی که خصومت و دشمنی با عمر رو یک عبادت ملی تلقی می کنند، چون میگن این عمر بود که به ایران حمله کرد و تمام بدبختی هایی که ما در 1400 ساله می کشیم از دست عمر می کشیم، یا علی به فریاد ما برس. امیدوارم دردمند نشن دوستان من، ولی مشاور و وزیر عدلیه عمر در زمانی که به ایران حمله کرد همین حضرت علی بود، همین حضرت علی که امروز شیعیان در ایران و در بقیه نقاط جهان، حالا بقیه نقاط جهان کار خودشونو میکنن، ولی برای ایرانی شیعه علی به ایران آمده در حمله عرب به ایران، عمر به ایران نیامده. باز در همون تاریخی که سخن در بارش زیاده میگویند که توصیه علی به عمر این بوده که پا به ایران نگذار، در جای خودت باقی بمان و من به ایران میروم. هم علی هم فرزندان علی، امام حسن مجتبی و امام حسین به ایران آمدن در زمان جنگ. و برای اینکه نشان بدم که در تاریخ شکاف‌هایی وجود داره و کامل نیست، ایرانی‌ها امروز هم نمی‌توانند جواب بدهند که ملیت شما فقط در مقابل عمر دفاع می‌کند، و ملیت شما در باره مقاومت در باره علی چی؟ در اون باره ملیت وجود دارد یا ملیت فقط در دفاع از عمر است؟ اگر عمر فرمانده کل قشون بوده که بوده، اما معاون اجرایی او در این جنگ کی بوده؟ یک موضوع دیگه رو هم باید توجه بکنید و اون این است که ما به ایران امروز نگاه میکنیم و به عراق امروز و به عربستان امروز، به این شهرهای شبه جزیره عربستان، این آرایش سیاسی و جغرافیایی که امروز برقراره اون روز اینطور نبوده. در اون زمان این بصره، شهر بصره که امروز شهر اصلی عراق هست در کنار بغداد، اینجا مرز بوده، یعنی مرز بین شبه جزیره عربستان و ایران در منطقه‌ای بوده که امروز از اون به نام بصره نام برده میشه، اینجا پایتخت ساسانیان بوده. و طبعا الان ما راجع به خط سیاسی صحبت میکنیم بین دو منطقه که یک منطقه ثروتمندترین کشور روی جهان زمین هست
حکومت ساسانیان با اون سابقه عظیم، فساد زیاد ولی ثروت زیادی هم و قدرت و ثروت دارن. اون طرف یک خط کشیدن، این طرف چند تا شهری که در زمان عمر اینها دارن تشکیل اولین فدریشن عربی رو در واقع ایجاد میکنن، این طرف آبها رو درست میکنن، چون نه مکه کشور بوده نه مدینه کشور بوده، مدینه بوده البته ولی مستقل بوده، واحد کوچکی بوده، اون رو هم پیامبر در زمان تبعیدش یثرب رو تبدیل میکنه به جمهوری مدینه. که من در مورد قواعد و قوانین مدینه که ساختار ذهن رسول اکرم هست 10 ساعت در همین شبکه پیوند و توی یوتیوب هم برنامه داریم که تشریح کردیم به جزئیات، اینها رو بد نیست گاهی از اوقات ببینید و خیلی زحمت کشیده شده راجع به اونها. منظور ما یمن رو داریم، حجاز رو داریم، ریاض رو داریم، مکه رو داریم و مدینه رو داریم، اینها با هم جمع میشن و تشکیل یک کشور میدن و اینها رو زمان عمر انجام میشه. هویت اسلام خوب یا بد خیلی مدیون عمر هست، یعنی ما از نظر ایمان و اینها کاری نداریم، ولی از نظر سازمانی، از نظر تشکیلاتی، از نظر ادمینستریشن به قول این آمریکایی ها که تشکیل کشور میده از این شهرها و آبادی های پراکنده، اینها رو مجموع میکنه در یک فدراسیون، اینها رو قرار میده و حکومت مرکزی ایجاد میکنه و خیلی کارهای زیادی عمر میکنه، من جمله همین تشکل سیاسی و ملت درست میکنه. ملت نه به زبان مولوی که معنی دین میده، ملت به معنای استیت، به معنای کشور، یعنی دولت به وجود میاره و این اولین اقدامی بوده که جمعیت‌های پراکنده مسلمین رو تبدیل به یک واحد سیاسی میکنه، یعنی یک شخصیت حقوقی ایجاد میکنه. شخصیت حقوقی فرض کنید که الان ما توی ایالتی کالیفرنیا هستیم، ایالت یا به زبان انگلیسی استیت وقتی ما میگیم یعنی که یک شخصیت حقوقی. استیت یعنی کی؟ یعنی حاکم کالیفرنیا استیت ایالت؟ نه، خاکش نه، یک پدیده حقوقی است که به نام کشوره، به نام مملکته، به نام واحد سیاسی. اون رو عمر ایجاد میکنه برای این شهرهای پراکنده و خدمات دیگه. با همه این حرفا اگر عمر جنایتکار هم باشه هیچ نوع تأثیری در اصالت قرآن نمیده. و بعد هم وقتی یک کشور فقیری مثل کشور ساخته شده که حالا اسمش عربستان بگذاریم که صفر، بیابان در بیابان صفر از نظر سرمایه، در مقابلش یک حکومتی که ثروتمندترین حکومت جهان و در این حال فاسدترین حکومت جهان، در 2 سال آخر سلسله ساسانیان 26 پادشاه پادشاه قبلی رو سر می بره و به جای اون می نشین. 26 پادشاه در 2 سال هم دیگر می کشن. این حکومت سلطنتی ساسانیانه. من نمی خوام که به ملیت خودم، به ایرانی بودن خودم، به عظمت ایران توهین بکنم، ولی من اون چرا که در تاریخ، همون تاریخی که عمر رو جنایتکار حساب میکنه، همون تاریخ ساسانیان رو هم به این ترتیبی که عرض کردم نشان میده. و این است که در بین این دوتا، یک کشور ثروتمند، یک کشور در حال تشکیل، فقیرترین، بدبختترین کشورها در مقابل قویترین و فاسدترین و ثروتمندترین کشورها در یک منطقه دیوار به دیوار هستند. کجا؟ بصره، عراق امروز. این عراق شد و خاک ایرانیان ساسانی بوده دیگه، همه این عراق. حالا اینها روبروی هم ایستادن اونجا، هر اتفاقی میفته اونجا میفته و بعد دامنش به بقیه ایران کشیده میشه.
آیا از این طرف ناراحتی هایی بوده؟ تاریخ هایی هست که میگه بوده. آیا ابتدا به ساکن عمر حمله کرده؟ تاریخ هایی است که میگن بله حمله کرده. ولی این سوال شما به علت اینکه من میخوام ایمان شما به قرآن باقی بمونه و ایمان شما متوجه فرد نشه، عمر خوب بوده، بد بوده، هرچه بوده، علی هرچه بوده، فقط خواستم بگم که تاریخ یک کمی لق و پق میخوره و ایرانی هم جواب ندارن اگر که شما عمر رو به خاطر تجاوزش به ایران لعنت میکنید. عمر تنها نبوده و ما راجع به دو تا اکستریم کامل در مقابل هم داریم حرف میزنیم. من عمر خودم رو روی خط گذاشتم که این حرفا رو میزنم و مردم باید بشنون و روی این موضوعات قضاوت بکنند. بار قبل که ما در مورد جنایتکار بودن یا نبودن، انجام جنایت، نه اینکه یوسف جنایتکار باشه ولی مرتکب جنایت شده، خدا باید قضاوت بکنه که آیا این جنایتکار بوده یا جنایتکار نبوده. ولی عملی مرتکب شده که خدا میگه این عمل جنایت است و بعد میگوید این یوسف این عمل رو انجام داده و فریاد ما از اون روز تا حالا به آسمان هاست و هیچ گوشی نمیشنوه، باز اتهام به ما وارد میکنه که تو گفتی یوسف جنایتکاره. من گفتم یوسف فعلی انجام داده که اون فعل در قاعده قانونگذاری خدا جنایت محسوب میشه. تا در جهنم هم من با همه شما میام، خودم هم میرم به جهنم برای این حرفی که میزنم، ولی حرفم رو پس نمیگیرم و الا قرآن رو باید بذارم زیر پام اگر بخوام حرفم رو، درست مثل شما که قرآن رو زیر پاتون گذاشتید. اما من این کار رو نمی کنم به هیچ قیمتی. اما از وقتی که ما این کاری کردیم حدود 11 تا از حمایت‌های ماهیانه ما حذف شده و تقریبا ما رو در مرحله نابودی قرار داده. ولی اگه 110 تا کمک هم قطع بشه، این تلویزیون هم بسته بشه، یوسف عملی انجام داده که اون عمل به وسیله خدا جنایت اعلام شده است. همین. به این مناسبت من میفهمم که این صحبتهایی که میکنم فردام 10 تا دیگه کمک قطع میشه. همه طرفداران عمر و همه طرفداران علی هم حمایتاشون رو قطع میکنن. اونا میگن به عمر توهین کردی، اونا میگن به علی توهین کردی، بقیه شون هم میگن به ایرانی ها توهین کردی. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم و بقیه شعر. انشالله که شما با این سوالات مشکلی که میکنید رسولی جان ما رو به زحمت و اینها نیندازید و کاری نکنید که مردم رو عصبی بکنید، تلویزیون رو ببندن. عرض میکنم که بله، این هم مال شهریار پیامبر. و اما جناب علوی می نویسند که سلام دانشمند و استاد محترم، مولوی های نادان و روحانیون نادان ریش اسلام را از بیخ کندن و قرآن را آنچه به سود خودشان بوده اون ترتیب تفسیر کردند. جناب رحیمه می نویسند که با عرض درود و احترامات فراوان خدمت شما استاد، استاد گرامی، سپاسگزارم از این پروگرام های پر ارزش شما، در امان الهی باشید. جناب عبدالله راهمی، من قبلا مسلمان بودم، الان مسیحی هستم، قرآن درباره من
رأیش چی هست که الان من مسیح هستم؟ هیچ، شما برادر دینی همه مسلمان ها هستید و اگر ازدواج نکردید، ازدواج با شما برای مسلمان ها توصیه شده و انقدر قرآن برای موحدین، موحدین مسیحی، موحدین یهودی حرمت قائل است که اونقدر اینها به هم نزدیکن که ازدواج بین اینها مجاز اعلام شده. فکر میکنم که چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، راهی رو که پیدا کردید بهتون تبریک میگم به عنوان یک مسلمان، مسلمانی که تا حدودی از قرآن اطلاع داره، و امیدوار هستم که در راهی که پیش میرید صداقت داشته باشید و سعی کنید که دینتون دین خدمت به خلق باشه. و این رو هم بدانید که بس که از هر طرفی راه سوی تو بسیار است، به تو برگردد اگر راه رو زره برگردد. شما ممکنه که منافع ملا رو مورد تجاوز قرار داده باشید، چون ملاها هستن که سر آدم و دعوان، که تو اگه مسلمان بشی یه چیزی میدی من میذارم تو جیبم، آخرش جنگ جنگ اسکناس و پوله. ولی رفتی مسیحی شدی، آره پولو میدی به ملای مسیحی، ولی خدا ملا نیست. برای خدا فرقی نمی کنه که تو در خانه مسیح رو بزنی و از طریق او به خدا برسی، از طریق آیه های خدا به مسیح به خدا برسی، از طریق آیه های قرآن به خدا برسی. اگر به آیه های صحیح مسیح آشنا بشی و پی ببری، اون آیه ها همون آیه هایی است که در قرآن هم منعکس شده. یعنی ما وقتی قرآن رو میخوانیم، بعضی از آیه های قرآن آیه های ابراهیم است، بعضی ها آیه های یونس است، یوسف است، یعقوب است، اسماعیل است، اسحاق است، آدم است، لوط است، نوح است. آیه های اونها رو داریم میخوانیم، آیه هایی است که به اونها نازل شده و آیه هایی که به موسی نازل شده و آیه هایی که به عیسی نازل شده. و چه بسا که من و شما، من دارم قرآن میخوانم، اتفاقا همون آیه ای رو دارم میخوانم که به مسیح نازل شده، و شما هم دارید همون آیه رو میخوانید. همه باورهای توحیدی به یک دین واحد ختم میشه و در قرآن شریف از دینها نام نمیبره، از کتابها هم نام نمیبره. کل کتاب و کل دین، دین نه ادیان، نه دینها، نه کتابها، کل دین و کل کتاب، یک کتاب، یک دین، دین واحد توحیدی. ورود شما رو به دین مسیحی تبریک میگم و امیدوارم که در راه خداشناسی موفق و مؤید باشید. حتما این رو به کنایه عرض نمی کنم، ولی واقعا سعادت شما رو میخوام و خوشحال هستم که از صورت شما به نظر میاد که خیلی هم جوان هستید، که یک آدم در سن جوانی توانسته باشه که راه حقیقت رو پیدا بکنه و به طرف خدا باشه و برای خدا فکر بکنه. اما در درون خودتون خودشون قاضی باشید نسبت به صداقتتون، که راهی رو که انتخاب کردید بر مبنای نیاز و صدق شما بوده یا زبانم لال خدایی نکرده امر دیگری در این کار دخالت داشته. در هر حال به خودتون مربوطه، هیچ کس زندگیش به زندگی شما ارتباطی نداره. ولی از اینکه قرار بشه که شما رو سنگسار بکنن یا بکشن و اینها، در قرآن چنین چیزی گفته نشده. البته در قرآن حتی ازدواج با همین مسیحیت مصطلح معروف امروز رو هم آزاد اعلام کرده. راحت باشید، به هر حال
جناب علوی مطلبشون رو خواندم، رحیمه عزیز رو مطلبشون رو خواندم، مطلب جناب عبدالله راحمی رو هم خواندم و گروه عظیمی از دوستان به ما ملحق شدن، پیوستن، جوین کردن. از بلوش عزیز برای حضورشون سپاسگزار هستم. امروز یک نامه‌ای دریافت کردم که در بلوچستان آب وجود نداره، آب آشامیدنی در سیستان و بلوچستان، و ما در برنامه دیگری همت خواهیم کرد و از خود این شخصی که خبر داده استفاده خواهیم کرد، بلکه بتوانیم که شرایطی فراهم بکنیم که مردم رو در محل تهییج بکنیم که سرمایه گذاری بکنند. و اشکالات انتقال پول مقداری کار رو سخت‌تر میکنه، ولی به هر حال این مشکل در اون سوی دنیا وجود داره. جناب بشیر احمدی، درود و سلام بر شما و همکارانتان. استاد گرانقدر، در حفظ و پناه حضرت حق با سلامتی کامل و عمر طولانی باشید. توضیحات شما در کلاس های تدریس قرآن و مجالس معارفه خیلی سودمند است. موافقت بیشتر شما رو در این راستا خواهانم. سپاسگزاری میکنم از فرهاد افشار، از خانم آقاسی، از عبدالواحد احزاده پدر. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود از رق نکنیم. ای به درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم. شاه اگر جرعه رندان نبه حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مروق نکنیم. خوش برانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. رحیم شکاری یا رحیم شاهکاری، جناب محترم دانشمند اسلام، سلام و درود بر شما، موفق باشید. تشکر میکنم از نظریات شما. من هم سپاسگزارم از بیان خوب و صحبت های دلگرم کننده شما. جناب مجید دانش فروز، درود به شرف شما جناب آقاسی. سخنان درست و واقعیت رو بیان کردن نباید باعث دلگیری کسی بشود، تعصب کوری. من همینطور که با شما صحبت میکنم مرتب پیغامهای شما جای این عبارات رو بالا و پایین میبره، عذر میخوام. بله، مجید عزیز میگوید درود به شرف شما جناب آقاسی. سخنان درست و واقعیت رو بیان کردن نباید باعث دلگیری کسی بشود که متعصب کوری و کریست. از برنامه های شما لذت میبریم.
سپاسگزاری میکنم از معرفت جناب‌عالی. استاد راسخ توفیقی شخصیت ارزشمندی که بسیار متواضع و فروتن هستند و افتخار دادند که در این برنامه ها همراه ما باشند و کمک و یاری رسان ما باشند در پیدا کردن آیات قرآن که به فوریت این کار رو انجام میدن و خودشون هم دستی در تشریح و تفسیر قرآن دارند. می نویسند که استاد عزیز، من نمیدانم چه اصراری بر این امر وجود دارد که پیامبران را انقدر بزرگ کنیم که فراموشمان شود این خداست که عظیم است نه پیامبران. جناب احدزاده می نویسند از شرم روسیاهی اعمال زشتخیش بر رخ کشیده ایم ز دست دعا نقاب. ابوالمعانی بیدل. از شرم روسیاهی اعمال زشتخیش، از شرم روسیاهی اعمال زشتخیش بر رخ کشیده ایم ز دست دعا نقاب. آفرین بر شما احدزاده عزیز. جناب رسولی می نویسند که با سپاس از توضیحات شما، سوالاتی که می پرسم هیچ هدف سو در آن نیست. حتما اینطور هست که می فرمایید، شکی من ندارم و فقط تشنه معلومات مفید شما هستم. اگر سوالاتم موجب رنجش شما می شود، لطفاً به جوابش نپردازید و من قلباً من شوخی کردم با شما، مزاح کردم، گفتم ما رو به درد سر میندازیم، ما کارمون از این حرفا گذشته. گفت که خنک آن قماربازی، خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش، خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش، که نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. ما حالا به اون حد نرسیدیم ولی هوس قمار دیگر هم داریم و یک جان داریم، اون هم در خدمت خالق است و هیچ چیز من را از گفتن حقیقت باز نمی دارد. هیچ چیز، نه زندگی، نه پول، نه ثروت، نه زن، نه بچه، نه خانه، نه عشق به خانواده، نه سرنوشت همسرم بعد از مرگ من، هیچ چیز من رو از گفتن حقیقت باز نمیدارم. هیچ. و ممنونم که شما باعث میشوید که باز هم بپرسید از این سوالات. هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. جناب نور روشن، جناب دکتر، از تشریحات شما سپاسگزارم. موفق و صحتمند باشید. عبدالله راهمی عزیز میگویند تشکر از راهنمایی هایتان، انشاءالله که موفق باشید. در دعاهاتون راهمی عزیز ما رو هم فراموش نکنید. ماها به زبانهای مختلف صحبت میکنیم ولی خدا به یک زبان میشنوه و از طریق درهای مختلف ما به خدا متوسل میشیم، ولی خدا این درها رو نمیبینه. خدا پیام رو میبینه، خدا پیامبر رو نمیبینه. کار پیامبران تمام شده، خدا فقط پیام رو میبینه. هیچ نمیپرسه که این پیام رو از طریق محمد آوردی یا از طریق مسیح آوردی. حالا از نظر فرهنگ، مثلا چین هم دین خوب داره، نه اینکه نداشته باشه، ولی من الان با این سن و سال برم چین، چنگ، چونگ و اینها رو بخوام یاد بگیرم، اصلا خودم خندم میگیره. و زبانشون هم زبان شادیه، خنده آدم هم ایجاد میکنه دیگه. من با این زبان، زبانی که الان بلدم، میخندم، با این زبان گریه میکنم،
با این زبان درخواست میکنم، با این زبان پرخاش میکنم. من با زبان چینی که نمیتونم این کار رو بکنم. دین یک مقدارش فرهنگیه، یعنی من با این فرهنگ، با خدایی که در این فرهنگ قرار دادم، درد دل میکنم. برای من امروز مشکلی که با یک فرهنگی که آشنا نیستم با اون فرهنگ با خدا صحبت بکنم، مثل یه زبان چینی که عرض کردم دیگه. اما این دلیل بر این نمیشه که چینی ها خدا پرست نیستن. من در بین مردم تبت بودم، ایمانی که اونها دارند از غیر قابل اجتناب. من دیدم که دو روز سه روز آدم ها اصلا سخن صوت اینها رو شما نمیشنوید، در سکوت با هم حرف میزنن. همین کار دراویش قادری در کردستان ایران انجام میده. من بین اونها هم بودم. شاید دو روز سه روز اصلا من نشنیدم که هیچ کدومشون دراویش نقشبندی رو عرض میکنم در کردستان که با هم حرف بزنن. هیچ حرف نمیزنن، فقط هم دیگر رو نگاه میکنن. صوت مهمه، ولی بگذاریم. هر دینی که هر کس داره، هر اعتقادی که داره، سعی کنه که با دین خودش در صداقت باشه، به مقصد میرسه. برای اینکه این دین نیست که شما رو به مقصد میرسونه، شما هستید که میرید. دین حرکت نمیکنه، شما حرکت میکنید. این را از من به وصیت داشته باشید. بهار افغان عزیز که خوشخبر هست همیشه، استاد توفیقی می نویسند: خوش آنان که الله یارشان بی. همایون رسولی می گوید که تصویر ناپدید شد. خانم بهار میگویند که تصویر رو دارند. ممکنه عیب از نمیدونم آقای رسولی، از کجا شما برنامه رو میبینید؟ کجای دنیا هستید؟ شاید محل شما با محل خانم بهار تفاوت میکنه. ممکنه عیب از دستگاه باشه. خانم بهار می نویسن: خوشا به حال شما برادر جریر القدرم. جناب خانم بهار، آقای توفیقی می نویسند که ایشان تصویر ندارند. شما دو مرتبه گیرنده خودتون رو چک بکنید ببینید که شما دارید تصویر یا نه. جناب رحیم علیزاده، استاد گرامی، خداوند به شما سلامتی و طول عمر بدهد، اجرتان با خدا. یک شعری داره حافظ کی خدایی، حالا آقای احدزاده پیدا میکنن، بله، که سالها بندگی نمیدونم چیه، حالا میفرستن شعرش رو. آخرش اینه که میگه توبه کردم که دیگر می نخورم و چه نکنم و فلان اینا، میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. ما شاید دوستان خیلی خوبی رو که یک وقتی داشتیم غفلت کردیم و مدیریتمون کامل نبوده که اونها رو گذاشتیم که رها بشوند و بروند. جناب فرهاد افشار، حرفهای شما مرا به یاد روزهای اولی که آلمان آمده بودم و یک عرب از من پرسید: وقتی نمیتوانی عربی صحبت کنی چگونه با خدا صحبت خواهی کرد؟ من خندیدم. خب عرب چند سال شما ببینید که این عرب عمر داره؟ تمام دنیا اتومبیل به وجود آوردن، نمیدونم کامپیوتر درست کردن، طیاره درست کردن، موشک درست کردن. این ملت، این قوم
این مردم مغرور مستکبر بی خاصیت بی هنر حالی که میخوان یک په نتونستن درست بکنن، هنوز په رو به تلفظ میکنن با وجودی که تشابه لغت خیلی زیاده. یک شهری هست در آمریکا به نام باسادنا، یک شهری هست در آمریکا به نام پاسادینا. اینها هر دوشو میگن باسادینا. چرا؟ په نباید در زبان عربی، په نجسه آخه، مال عجم ایرانی بوده دیگه. هر چی که مربوط به ایرانی های فارسی زبانه همش نجسه. من جمله په، په نباید تو زبان عربی بیاد. آخه به جای اینکه انقدر کارهای لا اله هیچی من نمیگم، هیچی صحبت نمی کنم. میگوید که آقای توفیقی میگوید تصویر دارم میگوید باب مزاح گفتم تصویر ندارم. انشالله که هیچ وقت نداشته باشید، هیچ وقت هم نداشتید شما. جناب رحیم میگویند که اسلام هیچ عیبی ندارد، عیبی است در مسلمانی ماست و من افتخار به شما میکنم. حالا از سخنان زیبای شما برایم آرامش پیدا شد، چند مسئله که در فکرم میامد و جوابم را گرفتم. تشکر، باز هم تشکر، موفق و مؤید باشید. خدمت ظاهر یوسف، ظاهر و ظهیر هر دوشون خوبه، یکی از یکی بهتره. حالا در تلفظ اگر اشتباه میشه به بزرگی خودتون میبخشید. ما ساعت 3 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکاست. ما 2-3 دقیقه تنفس میدهیم، احتمالاً کسری از یک ساعت دیگه با شما خواهیم بود و بعد از حضور شما خداحافظی خواهیم کرد. اتاق فرمان اگر امکان داره یک تنفسی به ما لطف بفرمایید.